با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان را در تاریخ 9 اکتبر سال 2022 و در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. در ابتدای کار قبل از که جلسه‌مون رو بخوایم شروع بکنیم، من ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. سرکار خانم شراره هادی‌زاده رئیسی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه سال 1401، سرکار خانم لیلا رمضان با اعلامیه حسب تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده ماده 1 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سعید طایب با موضوع حقوق نوکیشان مسیحی در ایران، جناب آقای ستار کرمی با موضوع ادیان و مذاهب که این ما اختصاص داره به اهل حق یا یارسان، جناب آقای رضا شایگان با موضوع پیروان آیین بهایی و جمهوری اسلامی ایران. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق امنیت اجتماعی روز جهانی بدون خشونت که یه جورایی مرتبط به این وقایع و اتفاقات اخیری که متاسفانه توی کشورمون داره به بدترین شکل ممکن اتفاق میفته. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از خانم شراره هادی‌زاده رئیسی دعوت می‌کنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان رو در شهریور ماه 1401 به اطلاع شما برسونم. سرکار خانم رئیسی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و همچنین تسلیت عرض می‌کنم به تمام خانواده‌های جانباخته راه آزادی. منزل شاهین صمیمی و هدا کنعان، زوج بهایی و مدرس موسیقی کودکان ساکن گرگان، روز چهارشنبه 2 شهریور توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، تبلت، کتب مذهبی، دفتر و ادوات موسیقی، میز و صندلی کلاس‌های آموزش کودکان را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدئویی شهروندان بهایی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهد کودک‌ها و ترویج بی‌حجابی در کشور متهم کرد. این خبر مغایرت داره با اصولی از قانون اساسی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا. و همچنین نقض میکنه مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی و فرهنگی. روز شنبه 5 شهریور 1401 کسرا نوری، درویش گنابادی، از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به مکان نامعلوم منتقل شد. پوریا نوری، برادر این درویش گنابادی زندانی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودش نوشت: کسرا نوری ظهر امروز حوالی ساعت 12:30 از بند سیاسی زندان عادل‌آباد به اجبار و همراه با رعب و وحشت به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این انتقال بدون ارائه دستور قضایی بوده و حتی علت آن به صورت شفاهی اعلام نشده و ما شدیداً نگران کسرا هستیم و از اون بی‌خبریم. این خبر مغایرت داره با قانون اساسی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی یا امنیت زندگی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. و همچنین نقض میکنه موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی.
به گزارش از خبرگزاری هرانا، 12 شهریور 1401 مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی، هنگامه علیپور، افنانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد، ساناز حکمت شعار، بیتا حقیقی، انیس سنایی و گلبن فلاح شهروندان بهایی دستگیر شده در قائم شهر کماکان در بازداشت به سر میبرند. همچنین به صورت تلفنی برای آزادی هر یک وثیقه درخواست شده. همزمان اداره اطلاعات مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، اونها رو هسته مرکزی سازمان جاسوسی نامگذاری کرده. این خبر مغایرت دارد با قانون اساسی اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و همچنین نقض میکنه موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی و ماده 18 حق آزادی عقیده. عطاالله ظفر شهروند بهایی روز چهارشنبه 16 شهریور علی‌رغم ناتمام ماندن مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. این شهروند بهایی 78 ساله در تاریخ 13 شهریور در پی وخامت حال به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی تهران اعزام و به وسیله دستبند و پابند به تخت بسته شده بود. این خبر مغایرت داره با قانون اساسی اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و همچنین نقض میکنه موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. چهارشنبه 16 شهریور 1401 شفق فهنده، شقایق پور عنایتی، هدا کنعانی و ندا عبدیان شهروندان بهایی ساکن گرگان پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات این شهر برای ساعتی مورد بازجویی قرار گرفتند. یک منبع مطلع در این خصوص گفت از 3 تن از این شهروندان بهایی به نام‌های شفق فهنده، شقایق پور عنایتی و هدا کنعانی که در زمینه موسیقی فعالیت دارن خواسته شده تا تعهد بدن که دیگه در این زمینه فعالیتی نداشته باشن، و همینطور از ندا عبدیان خواسته شده تا در زمینه مهد کودک فعالیتی نداشته باشه. این در حالیه که وی فعالیتی در مهد کودکان نداره. این خبر مغایرت داره با قانون اساسی اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 28 حق امنیت کار، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و همچنین نقض میکنه مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی و همچنین ماده 23 حق امنیت کار. انتقاد ماموستا امینی از دخالت حکومت ایران در امور اهل سنت. ماموستا امینی 20 شهریور در مراسم فارغ التحصیلی تعدادی از طلاب اهل سنت در سنندج با انتقاد از دخالت‌های حکومت در امور اهل سنت گفت نهاد و مرکزی به نام مرکز بزرگ اهل سنت دایر گردیده که تنها سبب ایجاد اذیت و آزار علمای اهل سنته، و اینکه مرکز بزرگ به نام اهل سنت توسط آخوند شیعه اداره میشه توهین به اهل سنت هست و کار به جایی رسیده که حتی مردم اختیار تعیین امام جماعت و جمعه خودشون هم ندارن، و بلکه ائمه جمعه و جماعت مساجد توسط مسئولین و نهادهای امنیتی عزل و نصب میشن. این عالم اهل سنت با انتقاد از هزینه کردن موقوفات اهل سنت برای ساخت مدارس اهل تشیع در سنندج گفت مساجد اهل سنت در سنندج موقوفاتی دارد که در آن موقوفات تصرفات نامشروع صورت می‌گیرد. آن موقوفات درآمد زیادی دارند، اما متأسفانه درآمد حاصل از آن موقوفات برای خود اهل سنت هزینه نمی‌شود، لذا برای همین علما و طلاب ما مشکل دارد. این خبر مغایرت داره با قانون اساسی اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهر
بندی اصل 26 حق آزادی عقیده و همچنین نقض میکنه موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 عدم تبعیض، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. به گزارش از شبکه کلمه، مولوی عبدالغنی سفرزایی مدیر حوزه علمیه ضیاءالمدارس و امام جماعت مسجد فتح زاهدان بامداد روز چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401 مورد سوء قصد قرار گرفت. ایشان از این سوء قصد جان سالم به در برد. در این راستا یک منبع آگاه در ایران در شهر این رویداد به شبکه کلمه گفت که بامداد روز امروز که همون روز 23 شهریور باشه، گروهی لباس شخصی وابسته به نیروهای امنیتی که ماشین پژو پارس سفید سوار بودند، زنگ خانه مولوی عبدالغنی سفرزایی را زدن که با باز شدن در منزل یکی از سرنشینان این خودرو از ماشین پیاده شد و 16 تیر به سمت این فعال مذهبی اهل سنت شلیک کرد. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 26 حق آزادی عقیده و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه در ماده 3 حق حیات، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. و خبر بعد اختصاص داره به 24 شهریور ماه 1401 با دستور مقامات قضایی و نظامی نیروهای سپاه اقدام به ساخت دیوار بتنی در اطراف مسجد اهل سنت مهرآباد مشهد جهت ممانعت از حضور نمازگزاران شده. همچنین نیروهای نظامی چند مسجد اهل سنت در مشهد را پلم کردند. این اقدام باعث واکنش بسیار از روحانیون بلوچ اهل سنت از جمله مولانا عبدالغفار نقشبندی شده. این در حالی است که فشارهای مقامات قضایی و نظامی بر جامعه اهل سنت ایران افزایش چشمگیری داشته است. این خبر نقض میکنه قانون اساسی را در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 26 شهریور 1401 سامان استوار شهروند بهایی علارغم گذشت 48 روز از زمان دستگیری کماکان در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. یک منبع مطلع از وضعیت آقای استوار به هرانا گفت تداوم و بازداشت این شهروند بهایی در حالی صورت میگیرد که مسئولیت نگهداری از پدر و مادرش بر عهده وی است و اکنون پدر آقای استوار در بیمارستان در بخش سیسی و بستری و وضعیت نامساعدی دارد. این خبر نقض میکند قانون اساسی را در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 32 عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی و اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 18 حق آزادی عقیده. و آخرین خبر مربوط است به بصیر صمیمی، شهروند بهایی، روز یک شنبه 27 شهریور 1401 با توزیع قرار وثیقه 1,500,000,000 تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری آزاد شد. همزمان نگار دارابی، سامیه قلی نژاد و بیتا حقیقی کماکان در زندان قائمشهر در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند. علی‌رغم ابتلای این سه شهروند بهایی به بیماری کرونا، از خدمات درمانی مکفی محروم هستند. این خبر مغایرت دارد با قانون اساسی اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون
و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 18 حق آزادی عقیده. گزارشات خیلی زیاد بودن، من با توجه به وقتی که جلسه داره یک مقدارش رو انتخاب کردم و خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. مایک رو رها میکنم. مرسی خانم رئیسی بابت ارائه گزارش و خبری که داشتید. بله متاسفانه همونجوری که فرمودید اخبار بسیار زیاده، مخصوصا در چند روز گذشته که حالا گزارش رو حتما ماه بعد دوستان همه میبینن و میشنون و البته تا الان توی وبسایت حتما خوندن که چه اتفاقاتی متاسفانه توی بلوچستان و علیه اهل سنت اتفاق افتاد، اون کشتار و قتل عامی که اتفاق افتاد هم شاهد بودیم و دیدیم که به چه صورت. متاسفانه اخبار نقض خیلی زیاده و واقعا نمیشه همش رو عنوان کرد، در همین حد که یک یادآوری باشه همون کفایت میکنه. مرسی از شما، خسته نباشید. از دوستان و همکاران گرامی اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سپاس از شما، مرسی. از سخنران بعدی مون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع اعلامی حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده ماده 1 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم رمضان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همه همراهان گرامی. اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده. اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله اسناد حقوق بشری است که در 25 نوامبر 1981 به منظور مبارزه با تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. از بعد به شکل‌گیری نظام حقوق بشر مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده است. منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 اصول همکاری‌های بین‌المللی در حل مسئله بین‌المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان را بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را به عنوان یکی از مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد دانسته و مجدداً در موارد دیگر نیز بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیضی تاکید نموده است. همچنین تمامی اسناد حقوق بشری به نحوی اصل عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب، عقیده و غیره را شناسایی نمودند. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و ماده 2، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند 2 ماده 2، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 1 و ماده 2 صریحاً اصل عدم تبعیض را مطرح نمودند. به این ترتیب ممنوعیت اعمال هر گونه تبعیض در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی همواره جزء اهداف نظام حقوق بشر بوده است. اما از آنجایی که با وجود تمامی این تاکیدها جامعه بین‌المللی کماکان شاهد بروز انواع و اقسام تبعیض‌های ناروا نسبت به افراد است، تلاش‌های متعددی در جهت مبارزه با برخی از اشکال تبعیض که ظهور بیشتری دارند نیز مورد جدیت قرار داده است. اعلامیه در قالب یک مقدمه و 8 ماده به تصویب رسیده است. در مقدمه اعلامیه با اشاره کوتاه به پیشینه اصل عدم تبعیض و برابری همگان بدون هر گونه تبعیضی در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشری و همچنان با اشاره به این نکته که نقض حقوق بشر و به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده منشأ بسیاری از جنگ ها و رنج های تحمیلی به بشر بوده، بر نقش مذهب و عقیده در دستیابی به اهدافی چون صلح، عدالت و ضرورت از میان برداشتن انواع تبعیض ها و حفظ این آزادی ها تاکید نموده و چنین مقرر کرده است. با توجه به اینکه یکی از بنیادی ترین اصول منشور ملل متحد
کرامت و برابری جدایی ناپذیر تمام آحاد بشر است و تمامی دولت‌های عضو جداگانه یا به همراه دیگر دولت‌ها متحد شدند با همکاری سازمان ملل متحد به منظور توسعه و تشویق احترام مؤثر به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون هر گونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل نماید. با ملاحظه اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر بیانگر اصول عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون و حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده است. با توجه به اینکه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر به آزادی‌های اساسی به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا هر نوع عقیده‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم منشأ جنگ‌ها و رنج‌های سنگینی بوده که به بشریت تحمیل شده، به خصوص در مواردی که تبدیل به ابزاری جهت مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای دیگر می‌شود و به همان اندازه شعله دشمنی و انتقام را در میان مردم و ملت‌ها برمی‌افروزد. نظر به اینکه مذهب یا عقیده برای معتقدان آن یکی از ریشه‌های اصلی مفهوم زندگی است و آزادی مذهب یا عقیده آنها باید به طور کامل محترم شمرده شده و تضمین گردد. با توجه به اینکه توسعه تفاهم بردباری و احترام آزادی مذهب یا عقیده اساسی بوده و منع استفاده از مذهب یا عقیده برای دستیابی به اهداف مخایر با مشروط و دیگر اسناد سازمان ملل متحد و اصول اعلامیه حاضر ضرورت دارد. با اعتقاد به اینکه آزادی مذهب یا عقیده باید به تحقق اهدافی چون صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان ملت‌ها و از بین بردن ایدئولوژی‌ها یا اقدامات استعماری و تبعیض نژادی یاری رساند. با ابراز خرسندی از تصویب چندین معاهده تحت توجه‌های سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی و لازم الاجرا شدن برخی از آنها به طور محو تمامی اشکال مختلف تبعیض و با اظهار نگرانی از اشکال و مظاهر نابردباری و وجود تبعیض در زمینه مذهب یا عقیده که هنوز در قسمت‌هایی از جهان دیده می‌شود، مصمم به اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت محو فوری تمام اشکال و مظاهر این نابردباری و چاره‌اندیشی و مبارزه با هر نوع تبعیضی بر اساس مذهب و عقیده. اعلامیه حاضر درباره محو تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را در 8 ماده اعلام می‌کند. نخستین ماده اعلامیه، یکی از بنیادی ترین حقوق بشر که همان حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است را به شرح زیر مورد شناسایی قرار می دهد. هر کس حق بهره‌مندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده به صورت فردی یا جمعی، به طور آشکار و پنهان، از طریق عبادات و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است. هیچ کس نباید تحت اجباری قرار گیرد که آزادی داشتن مذهب یا عقیده ای را که به اختیار برگزیده مورد تعرض قرار دهد. آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی هیچ گونه محدودیتی ندارد جز آنچه که از طریق قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی های اساسی دیگران ضروری است. مطابق ماده نخست اعلامیه حاضر و با رعایت مفاد بند 3 ماده مذکور، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده از جمله شامل آزادی‌های زیر می‌شود. انجام فرایض و برگزاری جلسات مذهبی یا عقیدتی، ایجاد و نگهداری اماکنی برای این اهداف، آزادی تأسیس و حفظ نهادهای خیریه یا بشردوستانه، آزادی تهیه کسب و استفاده از اشیا و لوازمی که از طریق مراسم و یا از راه مذهب یا عقیده فراهم شده، آزادی نوشتن، چاپ و انتشار نشریه درباره این موضوعات، آزادی آموزش مذهب یا عقیده در مکانهای مناسب با این اهداف، آزادی درخواست کمک‌های داوطلبانه مالی و غیره از افراد و نهادها، آزادی تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین رهبران مربوطه به طور متناوب و بر حسب نیازها و هنجارهای هر مذهب یا عقیده، آزادی رعایت ایام تعطیل و برگزاری جشن‌ها و مراسم مسابقه تعلیمات مذهبی یا عقیدتی، آزادی ایجاد و برقراری رابطه با افراد و جماعت در زمینه مذهب یا عقیده در سطح ملی و بین‌المللی. نکاتی درباره اعلامیه مذکور:
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو و تحت شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی طبقه بندی می شود و از جهت افراد تحت شمول نیز از آنجایی که تمامی افراد بشری را بدون هیچ گونه تمایزی شامل می گردد در زمره اسناد عام حقوق بشری به شمار می آید. اما از حیث موضوعی موضوع سند حاضر خاص بوده و شامل تمامی حقوق یا آزادی ها نمی شود، بلکه صرفاً درباره محو تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده تدوین یافته است. سند حاضر به لحاظ ماهیت سندی از ساختار اعلامیه‌ای برخوردار می باشد که از این حیث هیچ گونه تعهد الزام آور قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی نماید و صرفاً دارای ارزش اعتبار اخلاقی و سیاسی است که پایبندی به آن بستگی به شرایط و وضعیت دولت‌های مربوطه دارد. البته نباید از نقشی که اعلامیه حاضر به همراه سایر اسناد در عرفی سازی هنجارهای مندرج در آن در عرصه بین‌المللی ایفا کرده‌اند غافل شد. مضافاً به این که مفاد اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد الزام آور و لازم الاجرای بین‌المللی دیگر درج شده‌اند که از این جهت رعایت آنها بر دولت‌های عضو اسناد الزامی می‌باشد. در مجموع اعلامیه حاضر هیچ گونه نوآوری درباره توسعه هنجارهای مورد حمایت آن ایجاد ننموده و آنچه در آن آمده بیشتر در اسناد بین‌المللی الزام آور متعدد و توسعه هایی که توسط نهادهای ناظر بر آن صورت پذیرفته مورد شناسایی قرار گرفته است و از این حیث نقش اعلامیه را بیشتر می توان از حیث ترویج هنجارهای حقوق بشری مربوطه و جلب توجه جامعه بین‌المللی در لزوم توجه بیشتر به این موضوع حائز اهمیت دانست. و در پایان اعلامیه مذکور مقایسه اعلامیه رو داریم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چند تا از اصولی که صراحتاً به نقض اعلامیه مذکور اشاره داره به قانون اساسی میتونیم به اصل 12، اصل 13، اصل 19 و اصل 26 تأکید کنیم که به اصل 12 دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل هستند. و اگر دقت کرده باشید مذاهب دیگر اسلامی را عنوان کرده. و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخص و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. اینجا هیچ اشاره‌ای به تمام ادیان نشده و فقط اشاره به اسلام و مذاهب دیگر اسلامی. و در اصل 13 هم میگه ایرانیان زرتشتی، کلمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اینجا هم صراحتاً فقط به چند اقلیتی که صراحتاً اعلام کرده که می‌شناسه، ولی هرچند که تو ایران حقوق همین اقلیت‌های دینی هم نیز نقض می‌شه. اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. به طوری که مشخصه قانونگذار در اینجا مذهب را نادیده گرفته و ذکری که در اون در کنار رنگ و نژاد و زبان ذکر کرده مانند اینها بوده. هیچ وقت کلمه مذهب رو نیورده. برداشتی که از این اصل میتونیم بکنیم اینه که مذهب میتونه سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. اصل 26 تشکیل انجمن و جمعیت. اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. و در پایان اصولی که به طور غیر مستقیم حقوق پیروان و سایر اقلیت‌ها رو توی ایران نقض می‌کنه که هممون دیگه قانون اساسی رو خوندیم و می‌دونیم و من فقط تیتروار خدمتتون میگم و در پایان جمع‌بندی می‌کنم این تیترها رو. اصل 14 که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند. اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 24 آزادی بیان.
اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی. اصل 28 هر کس حق دارد که شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. بازم در رابطه با شغل میگه مخالف اسلام نباشد. اصل 29 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و غیره که همه تو اعلامیه خوندیم، تو قانون اساسی خوندیم، حقی است همگانی. اینجا هم باز به حق همگانی اشاره کرده. نگفته صرفا حق مسلمانان که در رابطه با پیروان ادیان اینا باز نقض شده. اصل 31 که داشتن مسکن مناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. و اینجا هم گفته خانواده ایرانی. بازم صراحتا نگفته فقط مسلمانان. اصل 33 هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل و مورد علاقش ممنوع یا به اقامتی در محلی مجبور ساخت. و اصل 39 حد که حرمت و حیث و حیثیت. کسی که به حکم قانون دستگیری بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اینا رو گفتم که در پایان که مثالی که میزنم متوجه تمام مواردی که نقض میکنه خود قانون اساسی خودشون. اصل 43 تا 49 که اشاره داره به تامین نیازهای اساسی برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل، باز اینا به همه برای همه است. و اصل 46 که میگه هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خیش است و غیره. اصل 49 دولت موظف از ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن فساد و غیره را که از راه غیر مشروع شده است به صاحبان حق رد کنند. اینجا سوالم اینه که زمین‌ها و منازل و دارایی‌ها و شغل‌های شهروندان ایرانی که صرفاً به خاطر اقلیت مذهبی بودنشون از اونها به زور گرفته شده یا از روی گرفته شده، آیا از روی قصد و رشوه و اختلاس و سرقت و تمام مواردی که تو این اعلامیه 43 تا 49 عنوان شده هست یا مورد دیگه ایه که من اینو واقعا موندم از دولت مردای ایرانی بود. طبق اصل 64 هم داشتن نماینده در مجلس در قانون اساسی پیشبینی شده که اقلیت‌های دینی شناخته شده میتوانن در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشن. کتاب گزارش ها جنتی دبیر شورای نگهبان با نام نویسی اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها مخالفت کرده بود و خواستار رد صلاحیت آنها شده بود. و جنتی با استناد به اصل 4 قانون اساسی، چند آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و سخنان خمینی انتخاب اعضای اقلیت‌های مذهبی را برای نمایندگی در شوراهای شهر و روستاها خلاف موازین شرع دانسته و آن را طی ابلاغیه‌ای به اطلاع رسانده بود. که در جواب آقای لاریجانی رئیس مجلس در مخالفت با نظر فردی جنتی گفت ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته غیر قانونی است، چرا که نظارت بر انتخاب شوراها بر عهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اینم برام جالب بود که بین خودشونم نمیتونن یه تصمیم درست بگیرن. اصل 115 هم که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد، که حالا همه شرایط رو میتونید ایرانی اصل غیر و غیره، ولی در یه بندش میگه مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی بودن. یکم یکی از مواد نقض بوده. تا کنون هیچ یک از اعضای جامعه اقلیت‌های دینی در طی این 43 سال گذشته در ایران نتونستن به عضویت دولت در بیان. اصل 144 اومده که ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد. و در ادامه در اصل 145 میگه هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. ولی جالبه که توی قانونی که ارتش جمهوری اسلامی در 7 مهر ماه 1366 در مجلس تصویب کرده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. شهروندان اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را انجام دهند. اصل 4 قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیست به تصویب قوانین و بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانچه می‌دانیم در مقررات رایج فقه اسلامی تفاوت‌های بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته. به طور مثال طبق ماده 881 قانون مدنی
که یکی از چالش برانگیزترین قانون در ایران درباره اقلیت‌های دینیه. این ماده که به مسئله ارث مربوط می‌شود، می‌گوید علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اگر بین ورثه کافر مسلمانی باشد، ورثه کافر ارث نمی‌برد، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمان باشد. یا در طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند، مجازاتش اعدام است. در حالی که عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت. در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم تفاوت‌های بین مسلمان و غیر مسلمانان وجود دارد و شرایط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه هاست که شهادت غیر مسلمان علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود. طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود. برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد، قصاص در نظر گرفته شده. اما در همین قانون، اگر مقتول از اقلیت‌های دینی یعنی غیر مسلمان باشد، مجازات قاتل دیه است. بماند که مسئله عدم برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در ایران از دیگر تبعیض‌های قانونی بوده که در مجلس ششم تغییر کرده. تصرف موقوف‌های شهروندان غیر مسلمان در ایران و تخریب مدارس آنها و بی‌توجهی مسئولان از دیگر تبعیض‌های شهروندان غیر مسلمان ایرانی است که بعد از انقلاب 57 تا سال‌ها اقلیت‌های دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند یا پس از بازگشایی این مدارس مدیریت مدارس به افراد مسلمان سپرده می‌شد. بنابراین می‌تونیم نتیجه بگیریم که شیعیان 12 امامی از این نظر که از همه امتیازات شهروندی بدون هیچ گونه محدودیتی برخوردارند، شهروندان درجه یک محسوب می‌شوند، هرچند که این امر صریحاً اظهار نمی‌شود. بر این اساس سنیان نیز با وجود مسلمان بودن شهروند درجه دو به شمار می‌آیند و پایین تر از آن سنیان اقلیت‌های غیر مسلمان و پایین تر از آنان مسلمان زاده هایی که مسیحی یا زرتشتی شده، بهائیان و ناخدا باوران و غیره قرار دارند. در مجموع می‌توان گفت که نوعی از آپارتاید مذهبی به ویژه از جانب جناح اصولگراها هنوز نسبت به این دسته از هموطنان اعمال می شود و اصول ممانعتی قانون اساسی نیز به شرحی که گفته شده این رویکرد را توجیه می کند. با تمام تفاصیل می توان خلاصه کرد که آقازاده های رانتخار شیعه‌ای از تمام مزایا و امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی برخوردارند. می توانند بالاترین مقام ها را اشغال کنند، مملکت را بچاپند، اقتصاد کشور را به قهقرا بکشانند، در منطقه تنش آفری کنند و غیره. در حالی که احدی از اقلیت‌های مذهبی که احتمالاً از لحاظ میزان تحصیل و معلومات درصد بالایی را نسبت به اکثریت دارا هستند، حق انجام وظیفه و خدمت به کشورشان حتی در سطح مدیر کلی را هم ندارند. آیا این مصداق قدرت مطلق یعنی فساد مطلق نیست؟ دلیل قانونی و رسمی که برای این وضعیت آورده میشه اینه که مملکت اسلامی است. اکثریت مسلمان شیعه هستند. مردم به اتفاق آرا به نظام حکومتی جمهوری اسلامی آری گفتند و حکم قانون اساسی است و غیره بهونه‌ای که میارن. و در پایان سخنان هم سوالی بزرگی که اکنون برای هر شهروند آگاه و مسئولی مطرح است اینه که به فرض برگزاری یک همه پرسی جدید 43 سال پس از آن همه پرسی عجولانه و مهندسی شده آیا بازم اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی بله خواهند گفت؟ آیا زمان آن نیست که یک همه فرسی تازه در شرایط آزاد عادلانه صورت گیرد تا مملکت از دست این دروغگویان و متقلبان و مفسدان زاهد نما و ناقضان حقوق بشری خلاص شود و به دست خدمتگزاران واقعی کشور سپرده شود؟ و در پایان از همراهی شما عزیزان بزرگوار که وقت گذاشتید و تا پایان همراه هم بودید و همینطور از جناب آقای کریم ناصری عزیز بزرگوار، سرکار خانم وریزاده و دوستان عزیزی که در بخش ادیت و ضبط صدا و ادمین های جلسه محترم ما رو همراهی کردن، مراتب سپاس و تشکر خودم رو تقدیم میکنم. ممنون از حضورتون. سپاسگزارم خانم رمضان، مرسی از شما بابت زحمتی که کشیدین و این سخنرانی عالی و آماده کردین. تمام گفتنی ها رو شما فرمودید و فکر کنم همه نکات رو گفتیم و چیزی از قلم نیفتاد. واقعا در رابطه با نقضی که داره اتفاق میفته توی جمهوری اسلامی
در رابطه با تناقضاتی که توی قانون اساسیمون هست متاسفانه، و همه و همه به عینه اینو داریم توی کشورمون داریم میبینیم که داره چه ظلمی به بقیه پیروان سایر ادیان میشه. فقط یه نکته میخواستم اضافه بکنم، اینکه حالا اون بحث اقلیتی که شما فرمودید، میدونم سهوم بوده این کلمه رو مرتب استفاده کردی توی سخنرانیتون. مدت هاست که دیگه ما از کلمه اقلیت استفاده نمی کنیم توی قانون دفاع از حقوق بشر در ایران، چون یه جورایی خود این کلمه اقلیت باعث ایجاد نقض میشه در حق خیلی از مردم. و حالا اقلیت های مذهبی رو میگیم پیروان ادیان، اقلیت های قومی رو میگیم پیروان اقوام کشورمون، و و و کلا این کلمه اقلیت رو حذف میکنیم از جمله بندیمون. میدونم سهوم بوده و قطعا توی سخنرانی بعدیتون اینو حتما لحاظ میکنید. از شما سپاسگزارم. از دوستان همراهان عزیز، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. درود بر زدم خدمت همه همکاران عزیز، ممنون از خانم رمضان بابت گزارش خیلی خوبی که تهیه کردن. دو نکته، یکی این که گزارش ایشون گفتن که پیروانش یعنی شیعیان 12 امامی شهروند درجه 1 هستن و سایر پیروان سایر ادیان شهروندان درجه 2-3 و فلان. من میخوام اینو اینطوری اصلاح کنم که شیعیان 12 امامی هم در شهروند درجه 1 نیستن. در واقع به نوعی کلن تو جمهوری اسلامی یک حلقه خودی داریم که تعداد محدودی هستن و یک جمعیت خیلی بزرگی از سایر اقشار و اقوام و پیروان ادیان داریم که نقض میشه تماما حقوقشون، یعنی هر 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به کل نقض میشه و موارد دیگه. یک مورد هم ایشون در پایان سوال پرسیده، یعنی پرسششون این بود که آیا رفراندوم برگزار شده. تو این جلساتی که در یک ماه گذشته انجام شد توی کانون، جلسات ویژه، ما در این باره فکر کنم زیاد بحث کردیم که اصلا رفراندوم به این شکلی که اولا که اون رفراندومی که ایشون هم به درستی اعلام کرد که اصلا یه چیز فرمالیته خیلی مضحک بود، اون که اصلا مورد قبول نیست. مورد دوم اصلا رفراندوم به این شکل نیستش که اینا بخوان اجرا کنن که الان بعد از 43 سال دوباره بیان بگن جمهوری اسلامی آره یا نه، اصلا این خیلی مضحکه و مشخصا خیلی ها میگن نه، برعکس اون که اون موقع گفتن آره الان میخوان بگن نه. رفراندوم باید به این شکل باشه که چه نوع نظام سیاسی رو مردم میپذیرن، آیا نظام جمهوری دموکراتیک باشه، آیا نظام مثلا حالا هر نوع نظام دیگه ای. این دو نکته رو من خواستم بگم. ممنون از توجه شما. مرسی از شما آقای شایگان عزیز، کاملا درست میفرمایید. دیگه واقعا با وجود این حکومت حاکمی که الان داریم میبینیم توی ایران داره اینجوری سرکوب میکنه و آدم میکشه، واقعا انتظار اصلا برگزاری رفراندومی اصلا وجود نداره، چه برسه که حالا بخوایم یه رفراندوم برگزار کنیم که اصلا بخوایم این حکومت یا این جمهوری باشه یا نباشه. که اگر با وجود این حکومت بخواد رفراندومی هم برگزار بشه، میشه همون مهندسی در واقع انتخاباتی که هر چند ساله دارن انجام میدن، اونم میان یه جوری مهندسی میکنن که همون 98% که گفتن آره دوباره همون حالا مثلا میشه 95%، 2-3% کم میکنن دوباره میشه آره، ادامه همون رویه قبلی، یعنی همون هم دوباره مهندسی میکنن، فرقی نمیکنه. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، بیشتر میشه. عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز. من فقط یه نکته کوچیک اینجا پرانتز باز کنم بابت اون بحث آرای 98.6% فکر می‌کنم ارتباط نکنن آری به جمهوری اسلامی. حالا اینو قبلا هم گفته بودم، کلا طبق آماری که بعدها گرفته شد از جامعه آماری در اون موقع و کسایی که مجوز بودن امکان داشتن برای رأی گیری از 16 سال به بالا بود، من کمترین سنی که رأی داده بود 50 سالش بود، یعنی افراد بین 16 تا 50 سال رأی نداده بودن
و از بین کل افرادی که میتونستن رای بدن تنها 15.8% رای داده بودن و از این 15.8% 98% آری گفته بودن. یعنی الان عملا میخواستیم خود این رفراندوم باطل بود، چون فکر میکنم زیر 50% عملا این رای گیری باطله اگر کسی رای بده. ولی خب اون دست اون موقع به دلیل اینکه خیلی ها پیگیر قضیه که نباشن با لابیایی که انجام شده بود و مهندسی که شده بود از ابتداش دنبال این قضیه رو نگرفتن. فقط اینو میخواستم یه توضیح کوچولو بدم. ممنون از وقتی که دادید. مرسی از شما جناب آقای لطفی، بله به نکته کاملا درستی اشاره کردید. مرسی از شما، از دوستان گرامی، همطور از خانم رمضان، خسته نباشید. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای سعید طایف با موضوع حقوق نوکیشان مسیحی در ایران. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله، درود مجدد خدمت همه همکاران و کسانی که ما رو دارن از لایو میبینن و احراز همدردی با تمام هموطنانمون تو ایران که واقعا این روزا خیلی روزای سختیه و برای همتون تسلیت میگم، برای همتون امیدوارم که حالتون خوب باشه تو این روزا. یه مطالبی رو آغاز نوشتم من، بعد هرچند کوتاه من میخواستم کامل تر بنویسم. واقعا دیروزم به خانم همکارمون فرمودم که واقعا اصلا شرایط روحی خوبی ندارم، این همه همش تو اینستاییم، بیرونیم، داریم اعلامیه پخش میکنیم، داریم پتنشن امضا میکنیم و یه سخنرانی حالا کوتاهی آماده کردم که خب همش موارد نقضه، ولی خب در رابطه با نوکیشان مسیحی هم که اینو خدمتتون ارائه میدم. پیشینه آزار را کشتار مسیحیان به ویژه نوکیشان در جمهوری اسلامی. مسیحیان به ویژه نوکیشان در حکومت جمهوری اسلامی مورد آزار، محرومیت و حبس و شکنجه قرار گرفته و حتی برخیشان ترور و کشته شدند. پس از انقلاب 1357 ایران فشار بر اقلیت‌های عقیدتی همچون مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان، البته اینو اصلاح میکنم دوباره اقلیت مذهبی نه، بعد خب مذهب‌های دیگه، بعد شدت گرفت. انقلاب اسلامگرا که پیش از انقلاب 57 نیز سابقه آزار پیروان دینی ها رو داشت، بعد دوباره بعد از انقلاب اینا شدت میگیره. با اینکه سید علی خامنه ای ادعا کرده بود که در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان ها از سوی مسلمان ها هیچ سابقه ای ندارد، کشیش هایی که به دلیل بیان و تبلیغ عقایدشان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند زیاد بود. در حکومت جمهوری اسلامی دست کم 8 رهبر مسیحی، اسقف و کشیش در ایران کشته شدند. وسط ها نوکیش مسیحی، مسلمانان مسیحی شده همان نیز بازرویی و زندانی شدند. حکم مسیحیان در اسلام و حکومت اسلامی به این صورتی که در جمهوری اسلامی ایران مسلمانانی که مسیحی همون نوکیش می شوند به اعدام یا زندان محکوم می شوند. در سوالی که از آقای محمد تقی بهجت پرسیدن که در نظر شما در رابطه با نظر اسلام در رابطه با نوکیشان مسیحی چه، فرموده بودن که یعنی فتوا داده بودن که همه نجس و کافر هستند. جمهوری اسلامی ازدواج نوکیشان مسیحی رو به رسمیت نمیشناسه. فهرست برخی دیگه از ممنوعیت‌های کلی مسیحیان و نیز آزارهای حکومت جمهوری اسلامی به آنها چنینه: 1. ممنوع شدن انتشار کتاب دین مسیحی به زبان فارسی. 2. تعطیل شدن بسیاری از کلیساها. 3. جلوگیری از انجام مراسم کلیسایی. 4. مصادره شماری از ساختمان‌ها و دارایی‌های مسیحیان. 5. زندانی کردن نوکیشان مسیحی. 6. ترور برخی از مبلغان مسیحی. واکنش به نقض حقوق مسیحیان به چه صورته؟ سازمان‌های بین‌المللی بارها در مورد نقض حقوق بشر از جمله حقوق مسیحیان ایران بیانیه دادند. نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در 1994 میلادی و نیز سازمان عفو بین‌الملل در سال 1995 نیز در گزارش خود نوشتند
که کشیش‌های مسیحی به دلیل مخالفت با حکومت اسلامی کشته می‌شوند، که امروزه می‌بینیم که از اون سال به امروز که همیشه این کشتار ادامه داشته. پس از ترور برخی از کشیشان، سازمان بین‌المللی میدل ایست کانسل در گزارش مستند اعلام کرد شکی وجود ندارد که ترورهای مزبور توسط یک جوخه اعدام که در چارچوب سرویس‌های امنیتی ایران فعالیت می‌نماید انجام گرفت. جوخه مزبور دستورهای خود را از بلندپایه‌ترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی دریافت می‌کند. نقض حق حیات شدیدترین مورد نقض حقوقی است که جامعه پروتستان ایران با آن روبرو است. جان نوکیشان به خصوص در خطر است، چون در نگرش برخی مقامات مذهبی ارتداد جرمی محسوب می‌شود که مجازات آن مرگ است. ارتداد یا عمل ترک یا بازگشت از مذهب در قوانین مجازات ایران به عنوان یک جرم محسوب نمی شود، اما مقامات مجری قوانین، دادستان‌ها و دادگاه‌ها غالبا با آن مانند یک جرم برخورد می کنند. به منظور دور زدن کمبود مواد قانونی برای پیشگیری از ارتداد، دادستان‌ها و قضات به موادی از قانون اساسی ایران استناد می کنند که به دادگاه‌ها اجازه می دهد تا از وقفه اسلامی استفاده کنند. در حالی که قوانین اسلامی پذیرای تفاصیل مختلف در مورد این موضوع است. دادگاه‌های ایران به طور معمول روی تفاصیل سخت گیرانه روحانیون محافظه‌کار مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی که عمل ترک اسلام برای هر مذهب دیگری را به عنوان جرمی که مجازات آن مرگ است تشخیص داده است تکیه می‌کنند. محاکمه نوکیشان مسیحی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی. در حالی که مقامات قضایی بعضی وقتها به مسیحیان اتهامات مذهبی ارتداد یا توهین به مقدسات که به نظر میآید توسط دادستان‌ها و قضات به جای اتهام ارتداد استفاده می‌شود تا از انتقاد بین‌المللی جلوگیری کند وارد می‌کنند. محاکمه نوکیشان پروتستان در دادگاه انقلاب برای جرم‌های سیاسی یا جرم‌های علیه امنیت ملی بیشتر متداول است. اتهاماتی که از همه بیشتر رواج دارند شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تماس با کشور متخاصم خارجی و یا تماس با گروه‌های ضد نظام و تبانی با دول اجنبی متخاصم هستند. طبق یافته‌های کمپین مدارکی که مبنای این اتهامات و محاکمات قرار می‌گیرد، فعالیت‌های ساده مسیحیان مانند تبلیغ مسیحیت، میزبانی مراسم نیایش یا جلسات مطالعه انجیل، حضور در کنفرانس‌های مسیحی و توضیح انجیل می‌باشد. همچنین مقامات ایرانی غالبا ارتباط با سازمانی که در خارج از کشور قرار داشته است را یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می‌کنند. تبعیض سیستماتیک علیه مسیحیان. جامعه مسیحیان ایران و به خصوص نوکیشان پروتستان همچنین با تبعیض سیستماتیک در کلیه مسائل زندگی روبرو هستند. ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کند همه افراد در مقابل قانون برابرند و بدون تبعیض حق حمایت مساوی توسط قانون را دارا هستند. اما دولت ایران نتوانسته مسیحیان را از تبعیض در بسیاری از حوزه‌های کلیدی مانند استخدام، تحصیل، دسترسی به عدالت محافظت کند. در برخی حوزه‌ها مانند ازدواج و قوانین خانواده مثل قانون جزایی ایران، قانون ایران به وضوح بین مسلمانان و مسیحیان تبعیض قائل می‌شود. محرومیت از دسترسی به عدالت. نوکیشان مسیحی در عمل از دسترسی به عدالت محروم هستند، چون اعتقاد دارند اگر در دادگاهی فاش شود که آنها به دین مسیحیت گرویدند به آنها به چشم مرتد نگاه خواهد شد. تقریبا تمام این مسیحیان ابراز کردند که از اینکه علیه کسی اقامه دعوا کنند واهمه دارند، چون میترسند قاضی ارتداد آنها را به عنوان خطایی به مراتب بزرگتر از خطای کسانی که به آنها ظلم کردند ببینند. تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده و در قوانین مجازات کیفری. قوانین ایران در خصوص ازدواج و خانواده به وضوح علیه مسیحیان با هر غیر مسلمانی در خصوص قوانین ارث، ازدواج بین یک زن مسلمان و یک مرد غیر مسلمان، مواد قانونی مربوط به زنا، قیومیت یک طفل و حق کفالت بچه‌ها در موارد طلاق تبعیض قائل می‌شود. قانون مجازات کیفری ایران همچنین علیه غیر مسلمانان در موارد ارتباط جنسی با رضایت طرفین یا بدون رضایت طرفین و در موارد جرایم خشونت‌آمیز تبعیض قائل می‌شود. در یک بررسی اجمالی مقامات ایرانی حق آزادی دین و حق عقیده را به شدت سرکوب می‌کنند. مسیحیان ایرانی به ویژه آن دسته که از طرف حاکمیت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و
با دستگیری و بازداشت خودسرانه، محاکمه های بسیار ناعادلانه و زندان طولانی مدت روبرو هستند. عدم دادرسی به موقع محاکمه های غیر منصفانه، شکنجه گسترده و بدرفتاری با زندانیان به شکل گسترده‌ای گزارش شده است. کلیساهای به رسمیت شناخته شده به صورت فزاین تحت کنترل محدود کننده قرار می‌گیرند و استفاده از زبان فارسی در فعالیت‌هایشان منع می‌گردد. مقامات همچنین به کلیساهای خانگی حمله می‌کنند و علناً به مسیحیان انجیلی اهانت می‌ورزند و اقدامات خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی علیه آنها را تایید می‌کنند. تعطیلی اجباری مشاغل متعلق به مسیحیان، مصادره املاک، ممنوعیت اشتغال در بخش دولتی، محرومات و محروم از تحصیل در دانشگاه‌ها نیز از جمله موارد نقض آزادی‌های دینی به شمار می‌آید. مرسی که با من بودید و مرسی که گوش کردید. ممنون از شما. مرسی از شما. ممنونم جناب آقای طایف. خسته نباشید. واقعا می‌دونیم همه ما این روزا یه ذره درگیری‌هامون واقعا بیشتر از گذشته است. همه درگیر این مشکلات هستیم و واقعا هم یعنی هیچ کس نیست که واقعا این خبرها رو از ایران بشنوه و حالش بد نشه. واقعا همه ما همین سوال داریم. همه هم حالمون بده. واقعا اصلا وقتی اینستاگرام باز میکنیم یا خبرها رو نگاه میکنیم اصلا یه جوری میشیم. واقعا این همه سرکوب، این همه خشونت، این همه وحشیگری رو وقتی میبینیم هر انسانی باشه واقعا دلش به درد میاد. واقعا نمیفهمم اینا به چه برای چی چه جوری یعنی با چه منطقی واقعا اینجوری سرکوب میکنن. درکش واقعا واسه هم سخته. البته امروز هم بحث آزادمون در رابطه با خشونت یه جوری میپردازیم به این بحث. خوشحال میشم که باشید حتما تا آخر جلسه در این مورد مفصل صحبت میکنیم که واقعا این همه خشونت از کجا میاد، این همه سرکوب از کجا میاد. مرسی از شما، از دوستان، همکاران گرامی. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای انصاری نژاد، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام عرض ادب خدمت دوستان گرامی. من هم مثل همه دوستان به هر حال تسلیت میگم به خانواده افرادی که هر روز داریم اخبار جدید میشنویم در موردشون، که دیروز حتی صحنه‌ای دیدیم که یکی از هموطنانمون به خاطر بوق زدن به چه وضعیت فجیحی کشته شده بود و واقعا حالمون بده و امیدوارم که واقعا این وضعیت یه جور تموم بشه دیگه. تنفس برامون سخت شده. فقط خیلی کوتاه میخواستم بگم دولتی که در حقیقت رأی‌گیری شد توی 12 فروردین 98.2 اعلام کرد و یک واژه و یک کلمه جدیدی رو وارد واژگان مردم کرد به نام دروغ 12. یعنی از ابتدا با دروغ شروع کرد که ما یه دروغی داریم توی حالا فرهنگ خودمون به نام دروغ 13، یه دروغ 12 هم بهش اضافه شد که 98.2% رو اعلام. و یه نکته جالبتر اینه که آمارگیری که انجام شده بود در خصوص پراکندگی و جغرافیای ادیان خیلی جالب تره. 99.98%، یعنی 0.2% اعلام کردن که توی ایران ما غیر مسلمون داریم، در حالی که فقط در خصوص یهودی ها کیششون در کیش یهودی دومین کشور مسلمان پذیرای یهودی ها کشور ایران هست. و اینها به قول عامیانه بند نافشون با دروغ و خشونت بسته شد روزی که توی خود شیراز توی همون روزای اول انقلاب اومدن و توی کوچه سینما آریانای شیراز مسئول کلیسا رو که اون کلیسا هنوز هم اونجا موجود هست تکه تکه کردن. واقعا باعث تأسفه و چیزی نمیشه گفت. امیدوارم که هر چه زودتر این فجایع پایان بپذیره. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم. ممنونم از شما آقای انصاری نژاد، کاملا درست میفرمایید. واقعا ما هم امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاقاتی که حداقل داره میفته به یک سرانجام خوشی برسه و زودتر این مسئله واقعا خاتمه پیدا کنه. مرسی از شما.
و همینطور از آقای طایب خسته نباشید. به سراغ سخنران بعدی ما میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای ستار کرمی با موضوع ادیان و مذاهب یا رسان. جناب آقای ستار کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران گرامی و محترم، و سخنرانی که میخوام بهتون ارائه بدم در مورد دین یارسان. یارسان آیینی به جامانده از باورهای کهن مهاجرینی است که به سمت فلات ایران آمده و با بومیان آن در آمیختند. گرچه بنابر مطالعات تطبیقی دینشناسان و پژوهشگران آیینی، این آیین پیوند نزدیکی با مفاهیم فلسفی و جهانبینی ادیانی چون بودیسم و زرتشتگری دارد، ولی سرچشمه و اصل آن را باید در آیین مهر جستجو کرد. جا دارد یادآور شویم که آیین مهر در ایران باستان با میترائیسمی که در روم شکل گرفت و دین رسمی آن امپراتوری شد تفاوت‌های بسیاری دارد. پس از تسلط اعراب مسلمان در همان اوایل ظهور اسلام بر ایران، مفاهیم فلسفی و جهانبینی گذشته مردمان این سرزمین، علاوه بر آن که توسط جمعیت و کوچکی از بازماندگان زرتشتیان تاکنون استمرار یافته، اما بخش اعظمی از آن را نیز یارسانیان تاکنون زیستند. بدین ترتیب آیین یارسان میراثدار و استمرار بخش باورهایی است که یادآور شده. عده‌ای از پژوهشگران تاکید زیادی بر جنبه اجتماعی و مقاومت فرهنگی آن دارد که در قرن هفتم هجری و به رهبری سلطان سهاک در کردستان ایران و منطقه از هورامان معروف به پردیور بروز و اعلان حضور نمود. گرچه متون مقدس این آیین و باورهای شفاهی باورمندان به آن نشان می‌دهد که از قرن دوم هجری و دوره بهلول ماهی این آیین به شکل مخفیانه و سری وجود داشته است. قرن چهارم هجری معروف به دوره شاه خوشین نیز از مهمترین دورانهای این آیین می باشد که در منطقه از زاگرس منصوب به کردهای لک بروز پیدا کرد. البته محدود به این جغرافیا نشده و کل منطقه جغرافیایی تحت سلطه فرهنگی گوران را در نور دید. منطقه‌ای که در باور یارسان به نام شارزور وسیع آن زمان شناخته می شد. تأکید آیین یارسان به زبان رسمی و ادبی آن زمان کردستان یعنی هورامی، همچنین عبادت با موسیقی که در اسلام حرام بود و البته موسیقی تنبور که از دل موسیقی مناطق مذکور برخواسته بود، همچنین روایت شفاهی و سینه به سینه جهان بینی آیین‌های پیش از اسلام توسط این ادبیات و موسیقی سند ادعای این دست از پژوهشگران است. مقاومت فرهنگی که از همان ابتدای تسلط اعراب وجود آمده و تاکنون نیز با تمام فراز و نشیب‌ها و فشارها ادامه دارد. سازماندهی پیروان این آیین در هفت خاندان در زمان سلطان سهاک و توسط ایشان که البته در دوره‌های بعدی به 11 خاندان رسید، نشان دهنده جنبه اجتماعی این آیین علاوه بر جنبه صرفاً آیینی آن می باشد. باورمندان به این آیین در کردستان ایران با نام یارسان، در کردستان عراق به نام کاکایی و در کردستان ترکیه و سوریه به نام علوی شناخته می شود. گرچه علویان نسبت به یارسانیان و کاکایی ها تا حدودی از اصول و مناسک اولیه فاصله گرفتند. پس از این معرفی بسیار کوتاه، تمرکز خود را بر مشکلات یارسان در ایران و البته کردهای یارسانی می‌گذارد. چرا که پس از آشکار شدن این آیین، یارسان در بین آذری‌های ایران نیز پیروان زیادی یافت که تاکنون نیز بخش اعظمی از جامعه یارسان ایران را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است از آنجا که در آیین یارسان مسائل هویتی مانند زبان و فرهنگ جایگاه خاصی دارد، این گروه از پیروان یارسان علاوه بر متون مقدس یاری به زبان گورانی، متون مقدسی به زبان آذری دارند که توسط بزرگان و دیدداران یارسانی آذری سروده شدند و این خود نشان دهنده جایگاه زبان و هویت زبانی و حقوق انسان‌ها در این باره در این آیین است. آیین یاری
یارسان در همان بد و آشکار شدنش توسط سلطان سهاک در معرض دشمنی و حتی جنگ قرار گرفت. با توجه به استقرار دین اسلام در آن زمان و آن منطقه که البته سنی مذهب بودند، یارسانیان کافر به شمار می رفتند. تقابل و درگیری های بین یارسانیان و مسلمانان سنی مذهب به قدری بالا گرفت که رهبران یارسان تصمیم گرفتند تا مرکز یارسان را از هورامان به پردیور به دالهو تغییر دهند. لذا با جانشینی بابا یادگار به جای سلطان سهاک، پس از فقدان فیزیکی و مادی ایشان، مرکز یارسان به دالهو انتقال یافت و هنوز هم این منطقه و مناطق پیرامونی آن جایگاه یارسان به حساب می آید. این روایت شفاهی که بابا یادگار یک قمقم آب از چشمه مقدس تشار در هورامان را به همراه خود به دالاهو برده و آن آب را در چشمه قسلان جایی که اکنون زیارتگاه بابا یادگار در آن واقع شده ریخته و بدین ترتیب تقدس تشار را به قسلان بخشیده است. روایتی اسطوره‌گونه از همان مهاجرت تاریخی یارسان از پردیور به دالاهو می باشد. مهاجرت ناگزیری که صرفاً به دلیل فشارهای اهل تسنن بر جان و مال یارسانیان به وقوع پیوسته است. در زمان مذکور ایران و مناطق کردستان به شکل ملوک الطوایفی اداره می شدند. به همین جهت و تا قبل از روی کار آمدن حکومت صفویه که یک حکومت شیعی را بر ایران تحمیل و مسلط کرد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، یارسانیان تحت ستم و مسلمانان سنی مذهب منطقه خود بودند، اما با روی کار آمدن صفویه به شیوه های مختلف از طرف شیعیان حاکم قلقم گردیدند. جنگ های خونین صفویه در مناطق یارسانشین و اینکه عده زیادی از یارسانیان مخصوصا در مناطق لکنشین کنونی که شیعه مذهب هستند با زور شمشیر مسلمان و شیعه شدند از اثرات آن دوره است. به بحث مشکلات یارسان بازگشته و این مشکلات را در بین دو گروه آذری و کرد به طور خیلی خلاصه و در حکومت مرکزگرای مدرن بررسی می نماییم. از مقدمه که آمد پیداست که یارسان در ایران از هر دو نظر ملی و مذهبی در دوران پس از پهلوی تاکنون تحت فشار و ستم بوده، به طوری که فشار بیشتری را نسبت به تمام طول حیات خود تحمل نموده است. چرا که فشارها در دوران قبل از پهلوی تنها فشارهای آیینی بوده، در صورتی که پس از آن تحت دو گونه زبانی و آیینی هر دو شدت یافته است. حکومت پهلوی با توجه به قانون اساسی درباره ادیان رسمی که فقط چهار دین، اسلام، زرتشت، مسیحیت و یهودیت را رسمی و برخوردار از حقوق شهروندی می دانست، به نوعی باعث آسیمیلاسیون آینی و فشار بر پیروان ادیان دیگر شد. در زمان جمهوری اسلامی نیز با روی کار آمدن حکومت ایدئولوژیک مذهبی تشیع و دگماتیسم آن، این جریان مخرب ضد حقوق بشری به اوج خود رسیدند، به طوری که سرکوب‌های ناشی از آن حداکثری شدند. آنچه در کنوانسیون‌های حقوق بشری و میثاقین درباره حکومت اکثریت با حفظ حقوق پیروان ادیان آمده، هرگز در جمهوری اسلامی جایی نداشته و یارسانی‌ها هم از آسیب‌های آینی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناسانه و غیره بی‌نصیب نبودند. اینکه در این دولت یارسانی‌ها برای برخورداری از حقوق شهروندی مجبور شدند خود را مسلمان و بسیار به ندرت زرتشتی معرفی کنند، مشکلات اساسی برای این جامعه در پی داشته که محور این بخش از مقاله می باشد. این مشکلات به دلایلی که پیشتر مطرح شد شامل هر دو یارسان، یعنی یارسانی های کرد و آذری می شود، زیرا هیچ کدام از نظر ملی و مذهبی با سیستم حاکم که هر دوی این فاکتورها در شناسایی حقوق شهروندی برایش مهم بوده و هست همخوانی ندارد، اما از جهتی بر کردها با شدت بیشتری اعمال شده است، چرا که کردها در تمام طول حدود 100 سال گذشته
با قدرت احزاب و تشکیلات سیاسی خود به طور مداوم بر مطالبات خود پایفه شدند. وقتی یارسانی ها خود را مسلمان معرفی می کنند تا از حقوق شهروندی برخوردار شوند و در این حال جامعه به شدت در معرض تبلیغات سیستماتیک و هدف تشیع قرار دارد. مسلم است که طی دو نسل و به راحتی در معرض استحاله قرار می گیرد. چیزی که اکنون اتفاق افتاده و اکثر یارسانی ها خود را مسلمان و شیعه می دانند و یارسان را هم مسلکی از تشیع می دانند. و این در صورتی است که در برخورد با سوالات در زمینه دینیشان نمی توانند دلایل متفاوت بودن مناسک دینیشان نسبت به اسلام را توضیح دهند. چرا که اساس اختلاف جهانبینی و فلسفه آینی خود را با اسلام را نمی دانستند. صد البته که این ندانستن هم خود دلایلی دارد. یارسانیان که به دو اصل مهم تجلی ذات و گردش دون به دون معتقدند، تجلی ذات خداوند در جامعه های انسانی در دورانها و جغرافیای مختلف باور دارند. یکی از این جامعه ها حضرت علی در صدر اسلام و در عربستان است. همانطور که دوره دیگر در هورامان و در جامعه سلطان سهار تجلی نموده است. این نقطه یارسان و تشیع یعنی باور و احترام به علی، اگرچه در دو باور متفاوت، یکی در بحث امامت و دیگری در مفهوم تجلی ذات در طی تاریخ پس از روی کار آمدن صفویه تا کنون باعث شده تا حاکمان شیعه از آن سوء استفاده کنند. و در کنار استبداد و خشونت طی چند قرن اینگونه بنمایانند که یارسان زی مجموعه تشیع است و این در صورتی است که به باور یارسانیان واقعی که هنوز هم هستند یارسان یک آیین مستقل است. همانطور که پیشتر اشاره شد، یک یارسانی زمانی از حقوق شهروندی مانند حق تحصیل، شغل، ثبت ازدواج، مالکیت خصوصی و غیره برخوردار است که خود را به عنوان یکی از باورمندان به دینهای رسمی مذکور در قانون اساسی ایران معرفی کند. حال سؤال ما این است، اینکه این فرد چه دینی دارد، چه ارتباطی می تواند به حقوق شهروندی او به عنوان یک انسان داشته باشد و اصلا لزوماً معرفی یک دین برای یک انسان در جامعه چیست؟ مگر نه اینکه دین یک موضوع شخصی است و اینکه پیروان تمام ادیان باید از حقوق مساوی در جامعهشان برخوردار باشند. اگر تبعیض دینی در جامعه روا نمی شود و مبنا بر تبعیض نیست، چه لزومی به معرفی دین برای برخورداری از حقوق اجتماعی وجود دارد؟ حتی در ایران مسلمانان باید در فرمهای رسمی ادارات مذهب خود را هم معرفی کنند. آیا این گونه الزامات قانونی فراهم کننده زمینه‌های تبعیض دینی و مذهبی در جامعه نیستند؟ و یا اینکه اگر تبعیض دینی وجود ندارد، اصلاً چرا درباره دین شخص پرسیده می‌شود؟ چه لزومی برای مشخص کردن دین رسمی در قانون اساسی وجود دارد؟ اصلاً معنی عبارت دین رسمی چیست؟ آیا به این اندیشیدید که با توجه به تمام ستمهایی که در ایران بر بهایی ها می رود، باز هم آنها تا پایان دوره متوسطه حق تحصیل دارند، ولی اگر کسی خود را یارسان معرفی کند، ممکن است همان حق را هم نداشته باشد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی فشارها بر یارسان بسیار شدیدتر شده، به گونه ای که حتی بسیاری از پیروان یاری از کارهای دولتی خود معوق یا اخراج شدند. و این در حالی به وقوع پیوست که این افراد برای استخدام در زمان پهلوی یا بعد از آن خود را مسلمان معرفی کرده بودند. جالب است بدانیم علی‌رغم اینکه یارسانیان برای برخورداری از حقوق شهروندی خود را مسلمان معرفی می‌کنند و این امر باعث آسیمیلاسیون تدریجی این آیین شده، اما حکومت همچنان این افراد را مسلمان نمی‌داند و مدام اسباب رنجش و سختی آنها را فراهم می‌آورد. کردهای یارسانی به خاطر فعالیت جدی احزاب کرد بیشتر تحت فشار هستند و از آنجا که کردستان خاستگاه اصلی یارسان بوده و این دین هویت کردی دارد،
اعمال تبعیض‌های اجتماعی و سیاسی بر این گروه از یارسان بیشتر است. به گونه ای که باورمندان با آیین یارسان حتی وقتی که با مسلمان جلوه دادن خود وارد سیستم اداری و دولتی می شوند، باز هم در آنجا و حتی علارغم کارآمدیشان به رده های بالای مدیریتی راه نمی آورد. تمام مسائلی که در این گفتار به آنها اشاره شد، آسیب های روانی و به طبع اجتماعی زیادی را برای این گروه از جامعه ایران در پی داشته که خود آسیب های مذکور هم یک پیرو آیین یاری را در سیکل سرخوردگی اجتماعی قرار می دهد و این دور باطل ادامه می یابد، مگر اینکه شخص کلن از هویت آیینی خود بریده و به دامن پانفارسیسم بیفتد که در این صورت و البته با شک و تردید سیستم حاکم به او کمی فضا می دهد. آن هم به بهای دست شستن از هویت خیش. این گونه است که پانفارسیسم شیعی یک گام به هدف خود که یک دست کردن ایران است نزدیک شده و هویت‌های متکثر ایران هم یک گام به استحاله کامل خود نزدیک می شود. من خیلی ممنونم از همه دوستان که تا این لحظه همراه من بودن و منم مایک رو دارم. مرسی از شما آقای کرمی، باعث سخنرانی بسیار خوبتون و همونطوری که فرمودید متاسفانه نقض علیه پیروان سایر ادیان اتفاق میفته و این درس از همون کودکی اتفاق میفته. یعنی شما وقتی یک بچه‌ای به دنیا میاد، همون ابتدای کار باید مذهبش مشخص بشه، دینش باید مشخص بشه، مذهبش باید مشخص بشه. در حالی که ما توی اصل 23 مون هم داریم که تفتیش عقاید ممنوع، ولی می‌بینیم که از همون ابتدای کار باید شما مشخص کنی کدوم وری هستی، مسلمونی یا نیستی، اگر مسلمونی شیعه یا سنی. و متاسفانه در طول دوران زندگی اون شخص این صدماتی که می‌بینه خب به تبع بیشتر و بیشتر میشه تا وقت بزرگتر میشه بخواد دانشگاه بره، خب دیگه یه سد خیلی بزرگی واقعا جلوشه که یا مجبور از اون آیین و دین و تفکر خودش بگذره و کنارش بذاره و به دروغ بیاد بگه که من مسلمونم، یا اینکه تمام اون حقوق شهروندیشو از دست بده. متاسفانه از دوستان و همراهان عزیز اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشید که شنوا باشید. خب مرسی از همگی و همینطور از شما جناب آقای کرمی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای رضا شایگان با موضوع پیروان آیین بهایی و جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. در مجدد خدمت همه همکاران دوستان، پیش از سخنرانیشون از واژه تسلیت استفاده کردن برای جانباختگان راه میهن، من یک نقل قول از مادر داریوش علیزاده، جوانی که دیروز در سنندج متاسفانه به جرم بوق زدن کشته شد، به قتل رسید، میخونم که ایشون گفته که به من تسلیت نگید، قیام را ادامه دهید، سرتان سلامت. ببینید، اولا که بزرگی و بزرگمنشی این بانو رو میرسونه، مادری که فرزندش رو از دست داده، و این پیامی که میده این است که ما در حال حاضر وقتی برای سوگواری نداریم. ما در حال حاضر تو یک جنگ نابرابر هستیم و امیدوارم که این جنگ به سود مردم به پایان برسه، یعنی بالاخره رها شیم. بنابراین به جای که بیایم تسلیت بگیم، واژه های منفی به کار ببریم، انرژی منفی بفرستیم، بیایم از رشادت مردم، از این بزرگمنشی مادرانی که به این شکل دارن، از حق خودشون میگذرن. از ایرانی ها که خارج از کشور هر روز و هر روز دارن تو این تظاهرات ها یا به هر نوعی دارن شرکت میکنن و صدای
ایرانیان عزیز داخل کشور رو به گوش جهانی ها میرسونن. بیایم اینا رو ترویج بدیم، شجاعت رو ترویج بدیم، اتحاد رو ترویج بدیم، به جای اینکه بیایم سوگواری. برای سوگواری وقت داریم، ما 43 سال سوگواری کردیم، برای عزیزانی که از دست دادیم سوگواری کردیم، چه حاصلی رو دست آوردیم غیر از اینکه هر روز این سوگواری بیش و بیش و بیش شد؟ پس بهتره که به جای واژه تسلیت بیایم از شجاعتشون تعریف کنیم و به جهانیان بشناسونیم. ما زنان بسیار قوی داریم تو ایران، الان همه جهان دارن در مورد زنان ایران صحبت میکنن. ما مردان بسیار قوی داریم تو ایران، همه جهان دارن در مورد مردان ایران صحبت میکنن. بنابراین من خواستم این نکته رو یادآوری کنم و سخنرانی خودم رو آغاز کنم. در تاریخ ثبت شده که هرگاه رهبران مذهبی بر مسند قدرت تکیه زده یا در قدرت حاکمی نفوذ داشته و با حاکمان رابطه‌ای تنگاتنگ داشته‌اند، ظلم و فساد و استبداد بر مردمان بیداد کرده است. گواه این موضوع را می‌توان بر تسلط موبدان زرتشتی در اواخر عصر ساسانی یا تسلط کلیسا بر کشورهای اروپایی در قرون وسطا دید که چگونه در این دوران جنایات و فجایعی تاریخی رخ داده است. در ایران و پس از سلطه اعراب هم نمونه های بیشماری از جنایات بر ایرانیان در تاریخ ثبت شده که در نوع خود بی سابقه یا کم سابقه بودند. در تاریخ معاصر و به ویژه پس از به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در سال 1357، اما اقوام و ساکنان این سرزمین سرنوشتی عجیب و دردآور را تجربه کردند. انقلابی که در ایران با شعار استقلال و آزادی شکل گرفت، اما دیری نپایید که روحانیون تندرو شیعه با کنار زدن رقبای سیاسی خود انقلاب را مصادره کرده و نقاب از چهره کنار زده و چهره واقعی خود را نمایان کردند، این پیام را بر همگان مخابره کرد که دوران سیاهی در ایران و مردمانش آغاز شده است. از همان بعد به روی کار آمدن روحانیون و قبضه قدرت، تبعیض‌ها و ظلم بر اقشار مختلف جامعه آغاز شده و با تصویب قانون اساسی مبتنی بر فقه شیعه که فقهای آن دوران با خوانشی رادیکال از مذهب شیعه دست داده بودند، عملاً راه را برای مشارکت عموم مردم با انواع دیدگاه‌ها و اعتقادات بست و دوران تازه‌ای از تبعیض و نقض اساسی حقوق شهروندان، اعم از زنان، مردان، کارگران و به ویژه پیروان سایر ادیان را آغاز کرد. هرچند که در ابتدا مخالفان تشکیل دولت اسلامی با این قانون به مخالفت برخواستند و آن را نوع جدیدی از دیکتاتوری و استبداد قلمداد کردند، اما رهبران نظام نوپای ایران بی اعتنا به این مخالفت ها و با سرکوب و حذف رقبا خود را یگان منجی و فرستاده خدا بر زمین خوانده بود. هر که مخالف نظرات ایشان داشت را به سرعت حذف کرد. این حذف ها تا آنجا پیش رفت که دیگر هیچ نیرو و حزب مخالفی در ایران اجازه فعالیت نیافت و تنها افرادی که التزام به شریعت اسلام اثنا عشری و پایبندی به اصل نظام که همان ولایت مطلقه فقیه بود اجازه ورود به عرصه های سیاسی و مناصب بالای قدرت را یافتند. با شکلگیری نظام نوپا به یک رژیم مبتنی بر قواعد شریعت اسلام، آن هم اسلامی که مورد نظر و تایید رهبران رده بالای رژیم بود، قانون اساسی در مجلس تصویب و در تمامی اصول و بندها از واژه اسلام در آن گنجانده شد. تا جایی که در هر اصل قانون اساسی واژه مخالف مصالح اسلام قید شده که همین مورد زمینه تبعیض و خانشی غیر اصولی را بر قانونگذاران و مجریان قانون هموار کرده است. در همین راستا بود که با توجه به گوناگونی اقوام با پیروان مذاهب مختلف در ایران، لزوم تصویب قوانینی بر رعایت حقوق این شهروندان بیش از پیش احساس می شد. هرچند که در اصل 13 قانون اساسی لزوم بر محترم شمردن پیروان ادیان زرتشتی، کلمی و مسیحی قید شده، اما
در هیچ بخشی از قانون اساسی نامی از دیگر مذاهب از جمله پیروان اهل حق یا رسان، مندائیان و یا بهائیان ذکر نشده که همین موضوع باعث شد تا راه برای سرکوب و تبعیض پیروان این مذاهب برای دولت مردان هموار گردد. در این بین به جرأت می توان گفت که پیروان آیین بهایی از بد به شکل گیری این مذهب بیشترین آسیب را در دولت‌های مختلف دیدند. از زمان تشکیل آیین بهایی در 1863 میلادی و در زمان قاجار مخالفت و دشمنی علمای شیعه آن زمان با پیروان این آیین آغاز شد و از آنجا که این دین بیشترین قرابت را با اسلام دارد، در ابتدا این دیدگاه وجود داشت که به واسطه نزدیکی آیین بهایی به اسلام و همچنین زبان و کتابت این دین به زبان فارسی، ایرانیان را بیشتر به این دین نزدیک کند و به جای آن که ایرانیان مسلمان باورمند را به بهایان نسبت به دیگر اهل ادیان نزدیک تر سازد، متاسفانه موجب دوری آنها از بهایان شده است. بنابراین باید علت این امر را جویا شد و اینکه چرا روحانیت شیعه تا این حد با دین بهایی در ضدیت و دشمنی هستند. دین بهایی هنگامی عرضه شد که روحانیت شیعه در دوران حضیض خود پس از دولت صفوی و دوران حضیض خود پس از دوران صفوی به سر می برد. ببخشید. هنگامی که یک نهاد اجتماعی در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برد، هر گونه حرکتی را به معنای پایان دوران یا تیر خلاص خود می‌گیرد و با آن بیشترین مخالفت دشمنی را پیدا می‌کند. دشمنی و خصومت شیعیان ایرانی وفادار به روحانیت شیعه و مراجع این دین نسبت به دین بهایی و دیگر ادیان و باورها در ایران ناشی از احساس ضعف عمیقی است که در دوران اخیر داشتند. حتی سیاسی شدن بخشی از روحانیون شیعه و تلاششان برای کسب قدرت سیاسی ناشی از احساس ضعف در پاسخ دینی به نیازهای زمانه بوده است. روحانیون تصور می‌کردند که با به راه انداختن گروه‌های ضد بهایی، ضد مسیحی، ضد روشنفکری، ضد سنی یا کسب قدرت سیاسی می‌توانند خود را از ذلت نظری و بحران معنوی که در آن درگیر هستند رهایی بخشند. مشکل روحانیت شیعه در ایران مدرن نه رقبای آن بلکه تعالیم و آموزه‌ها و گرایش‌ها و روش‌های آن است. از همین رو سرکوب مخالفان، دگراندیشان و دگرباوران هیچ کمکی به روحانیت شیعه در بست ایده‌ها و آموزه‌های خود نکرده است. بنابراین و با توجه به احساس ضعفی که روحانیت شیعه در برابر جامعه‌ای که همسو با سایر نقاط جهان رفته رفته به سمت مدرنیته و پرسشگری می‌رفت، آنها را بران داشت تا با دشمن تراشی و دیگر آزاری بار دیگر در محافل فرودست جامعه خود را به عنوان منجی نشان داده و با فشار بر طبقه حاکم امتیازات از دست رفته خود را باز ستانند. از آنجا که روحانیت شیعه یک نهاد ضد تساهل و مداراست، هرگز هیچ نیرویی را بر نتافته و با هیچ یک از رهبران و پیروان سایر مذاهب از سر صلح و دوستی وارد نشدند. رفتار روحانیون شیعه با درویشان و صوفیان ایرانی که بیشترین تساهل و مدارا را با غیر خود داشتند، معرف این خصوصیت است. در دوران قاجار روحانیت قدرت این را داشت که شاهان قاجار را به کشتار و سرکوب بهایان وادار کند و از همین جهت روحانیان بر منابر به جان شاهان قاجار دعا می کردند. اما در دوران پهلوی سیاست رسمی حکومت تساهل و مدارا با ادیان بود. یکی از علل کنار نیامدن روحانیون شیعه با رژیم پهلوی همین مدارای دینی حکومت بود، تا حدی که بهائیان و زرتشتیان و سنیان و یهودیان و مسیحیان ایرانی به مدارج بالای اداری و آموزشی و صنعتی کشور ارتقا می‌یافتند. هرچند که در دوران پهلوی هم پیروان آیین بهایی باز هم مورد بیمهری مسئولان قرار گرفته
و حقوق آنها نقض میشد، اما در همین دوران به نسبت دوره قاجار اوضاع برای بهائیان کمی بهتر شده بود که با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی باز هم شاهد نقض گسترده حقوق این شهروندان و حتی با شدت بیشتر نسبت به قبل آغاز شد. کار تا جایی برای این شهروندان سخت شد که حتی روح الله خمینی پیش از منصوب شدن به عنوان ولی فقیه جمهوری اسلامی به طور رسمی دین بهاییت را مخل با اسلام و پیروان آیین بهایی را مرتد نامید و به طور واضح اعلام کرد که پیروان این دین از تمامی حقوق شهروندی محروم خواهند شد. پس از انقلاب قانون اساسی کشور به عمد بهاییان را به رسمیت نشناخت و برای آنها هیچ حقی قائل نشد. دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود از بهاییان در برابر قتل و ضرب و تعرضات دیگر حمایت نمی کنند و آنان را مشمول حق دریافت خسارت ندانسته، به این ترتیب هر آزار و تجاوزی به بهاییان مجاز انگاشته می شود و مسئولیت قضایی هم دارد. رژیم ایران از همان ابتدای کار با شدیدترین برخوردها با شهروندان بهایی نقض آشکار حقوق این شهروندان را آغاز کرد. از جمله این برخوردها می توان به ناپدید سازی قهری و همچنین اعدام های دست جمعی شهروندان بهایی در اوایل انقلاب اشاره کرد. تنها در یک مورد 9 عضو محول اول بهاییان به اتفاق 2 عضو هیئت معاونت که در جامعه بهایی مسئولیت داشتند از معروفترین ناپدید شدگان قهری در ایران هستند که روز پنجشنبه 3 تیر ماه 1359 در خیابان نفت تهران بازداشت شدند که با گذشت بیش از 4 دهه هنوز اطلاعی از سرنوشت این شهروندان در دسترس نیست. همچنین یک سال و نیم پس از این واقعه 8 عضو محور دوم بهائیان در دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم و به سرعت تیرباران شدند. یکی از نزدیکان اعضای محور دوم بهایی در خاطرات خود میگوید بعد از ربودن اعضای محور اول، اعضای محور دوم خیلی رعایت میکردند. هیچ وقت 9 نفری جایی جمع نمیشدند. جنگ و قحطی بود. پیت نفت برمیداشتند، میرفتند 2 نفر و 3 نفری صف میایستادند تا نوبتشان برسد. با هم به تصمیماتی میرسیدند. همچنین ادامه میدهد: آبان 1360 سپاه ریخ گلستان جاوید ما که محل خاک سپاری اموات است و در جاده خراسان قصال و گورکن و سنگتراش و باغبان همه را گرفتند بردند زندان. آمبولانس را مصادره کردند و صندوق نزورات پولها را غارت کردند و دیگر اجازه ندادند هیچ کس آنجا به خاک سپرده شود. به تمام بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها سپرده بودند و ستون مذهب گذاشته بودند که اگر کسی نوشت بهایی از پذیرفتن پیکرش خودداری کنید. یک معضل خیلی بزرگی شده بود. خانواده‌ها قرار بود پیکرها را در خانه خود بگذارند. قالب یخ بفرند. وی در بخش دیگری از خاطرات خود این گونه بیان می‌کند: یک معضل دیگر هم این بود که در کوه‌های بوی رحمت 3 ایل بهایی بودند. خرداد سال 1358 ریختند اینها را در به در و آواره کردند که مدتی در صحرای محیاد چادر زده بودند. دوباره برگشته بودند در کلبه‌های زمستانی قشلاقشان. دوباره آذر 60 که پر از برف و یخ بود، اینها را که 3000 نفر بودند دوباره تارمار کردند. از کلبه هایشان بیرون کردند و بدون پیژامه، بدون لباس و غیره. این دو معضل بزرگ باعث شد که اینها مجبور شدند با هم جمع شوند و چون تلفن ها کنترل بود، یک شنبه 22 آذر 60 همه را گرفتند. در تابستان 1363 8 عضو دیگر از محفل سوم بهایان اعدام شدند. اینها به غیر از اعدام هایی است که به صورت تک نفره و پراکنده صورت می گرفت. یکی از موارد خاص این نوع اعدام ها اعدام منا محمود نژاد که در 17 سالگی و به جرم تدریس به کودکان بهایی است که میزان شقاوت
و دشمنی سران رژیم را با شهروندان بهایی نوایان می‌سازد. در همین رابطه فرهاد ثابتیان سخنگوی جامعه جهانی بهایی اظهار داشت که بیش از 200 بهایی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی اعدام شدند که بیشتر آنها یک نوع وظایف اداری در جامعه بهایی داشت، یا عضو محفل بودند یا وظایف دیگری برای تدریس بهاییان به عنوان معلم یا مشاور داشتند. این موارد در کنار مواردی مانند ممانعت از ثبت ازدواج بهاییان، ممنوع اعلام کردن تمامی مؤسسات و فعالیت‌های جامعه بهایی، مصادره اماکن متعلق به جامعه بهایی، مصادره املاک و دارایی‌های شخصی بهاییان، مصادره و تخریب اماکن دینی و گورستان‌های بهایی، اخراج بهاییان و نیز ممانعت از اشتغال آنها در مشاغل دولتی، محرومیت از تحصیل در مدارس و به ویژه دانشگاه تنها بخشی از ظلم‌هایی است که توسط مسئولین جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی روا داشته شده است. در ماه‌های اخیر و با آغاز موج جدید بهایی ستیزی در ایران، موارد نقض حقوق این شهروندان باز هم بیشتر و بیشتر شده است. در جریان موج جدید بازداشت و احضار بهاییان در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به منظر ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان، شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. مأموران امنیتی همزمان به منازل شماری از بهاییان ساکن تهران و کرج یورش بردند و ضمن تفتیش وسایل شخصی و الکترونیکی این افراد را نیز ضبط کردند. همچنین گزارش‌ها از یورش 200 مأمور امنیتی، نیروی انتظامی و نیروهای گارد ویژه با کمک جهاد کشاورزی استان مازندران، خانه بهاییان در روستای روشنکوه و تخریب خانه بهاییان در مرداد 1401 حکایت دارد. من اینجا رو یه ذره ایراد دارم، باید تصحیحش کنم، ببخشید. همچنین طبق گزارش‌ها پس از کنکور 1401 تعداد 60 دانشجوی بهایی با بهانه‌های واهی از تحصیل جا مانده و از ثبت نام آنها جلوگیری شده است. موارد نقض حقوق شهروندان بهایی آنقدر فراوان و دردناک است که در یک مقاله و یا چند دقیقه صحبت پیرامون آنها نمیتوان به تمامی زوایای این نقض‌ها پرداخت. بر همین اساس و با توجه به ظلم‌هایی که در طول تاریخ به این شهروندان روا داشته شده، انتظار می‌رود که جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری با جدیت بیشتری به موضوع نقض حقوق شهروندان بهایی پرداخته و رژیم ایران را به جهت التزام به قانون و رعایت حقوق اساسی و بنیادین شهروندان بهایی تحت فشار گذارد. به امید آنکه در آینده نزدیک شاهد احقاق حقوق تمامی شهروندان ایرانی و به ویژه آیین بهایی باشیم. ممنون از این که وقت گذاشتین. سخنرانی من اینجا تموم شد و میکروفون رو رها میکنم. سپاسگزارم آقای شایگان عزیز. مرسی از شما واقعا بابت نقضایی که اتفاق افتاده در حق پیروان بهاییت. واقعا هر چی بگه من کم گفته، مخصوصا حالا شما بهش اشاره کردید تو اون کشتار سال 58، یعنی اون اوایل انقلاب. شما فکر کنید یک عده آدمی که یک عده آدمای عقده‌ای با افکار متحجرانه، یعنی همه و همه که آدمایی بودن که بهایا رو نجس می‌دیدن، حالا همه اونها اومده بودن قدرت پیدا کرده بودن، دولت دستشون بود، قوه قضاییه دستشون بود، یعنی همه چی دستشون بود. ببین اینا چه بلایی اون موقع سال 58 یا 57 سر پیروان بقیه ادیان آوردن. ولی خب اون موقع حالا اخبار، یعنی شبکه اجتماعی نبود، خبررسانی نبود، خیلی از اخبارها رو واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقاتی اون موقع افتاده. ولی به تبع با توجه به تجربه‌ای که داریم و شناختی که از این حکومت داریم، میدونیم واقعا قتل عام خیلی سنگین اون موقع رخ داده. ولی خب متأسفانه از خیلی هاشون ما اطلاعی نداریم. مرسی از شما، از دوستان همکاران گرامی. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاس از شما جناب آقای شایگان عزیز و بقیه دوستان عزیز.
به سراغ بحث آزادمون میریم. بحث آزاد امروز ما حق امنیت اجتماعی و روز جهانی بدون خشونت، یه جورایی مرتبط هست با وقایع این چند روز اخیر و اتفاقاتی که متاسفانه داریم میبینیم توی کشورمون داره به وفور رخ میده. من یه مقدمه عرض میکنم خدمتون و بعد بحث رو با شما دوستان عزیز همکاران ادامه میدیم. همه میدونیم که روز 2 اکتبر از طرف سازمان ملل به نام روز جهانی بدون خشونت نامگذاری شده. اما هدف از نامگذاری چنین روزی این بوده که تمام جوامع تلاش کنند تا با آموزش، آگاه سازی و جلب توجه افکار عمومی به شیوه های مسالمت آمیز حق حل اختلاف در همه سطوح فردی و گروهی و به ترویج صلح، بردباری، نفی خشونت و درک متقابل دعوت کنند. معمولا در بین انواع خشونت هایی که وجود داره، وقتی پای گروه ها و جمعیت یک کشور در میون باشه، دولت ها متوسل به زور فیزیکی و استفاده از سلاح‌های سرد و گرم میشن که در دنیای امروز و در واقعیت دیگه کمتر کشورهایی میبینیم که حقوق افراد رو، حالا چه در زمینه فردی و چه در زمینه گروهی، به این شکل نقض بکنن. اکثرا نه تنها پایبند به قوانین انسانی داخلی کشورشون هستن، بلکه در صدد عملی ساختن هرچه بیشتر قوانین بین‌المللی هم هستن. اما توی ایران، توی کشور ما، چنین مواردی هیچ وقت در جریان نبوده، بلکه همیشه شاهد نقض کامل و گسترده قوانین داخلی و بین‌المللی در زمینه خشونت از طرف حکومت حاکم بود. از گذشته جمهوری اسلامی ایران همیشه برای پیشبرد اهداف خودش توی کشور متوسل به زور و خشونت بوده و توی این روزا هم همگی به واسطه شبکه‌های مجازی و شبکه‌های خبری آگاهیم که چه خشونتی و با چه شکل گسترده‌ای در حال اتفاقه. در مورد خشونتی که توی کشورمون در حال اتفاقه، اول می‌خوام که از استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان و از هموطنان اهل سنتمون شروع بکنم که جمهوری اسلامی ایران با بی‌رحمی مطلق اهل سنت رو بعد از نماز جمعه به رگبار بست. در یک روز 91 نفر قتل عام شده که در بین اونا خب کودکان و نوجوانان بسیاری هم دیده می شد. دیگه واقعا نمیشه اینجا از کلمه سرکوب استفاده کرد و باید بگیم که مردم بلوچ واقعا قتل عام شده. جمهوری اسلامی نمازگزارانی رو قتل عام کرد که حتی عده‌ای از اونا هنوز اعمال دینیشون تموم نشده بود. همگی دیدیم که چطور از زمین و هوا به رگبار بسته شدن. توی بقیه شهرها هم توی مدت که اعتراضات مردم در جریانه، وضعیت بهتر از زاهدان نیست. توی همین 24 روز گذشته که جوانان توی کشورمون برای حقوق خودشون دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدن، همگی دیدیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران با چه خشونتی در حال سرکوب و کشتار تعداد زیادی از مردمه. فعالان سیاسی، اجتماعی، فعالان هنری همه بازداشت و یا تهدید به بازداشت شدن. و اون دسته هم که بازداشت شدن، از خیلی هاشون هیچ اطلاعی در دست نیست. جوانان و نوجوانان توی کشورمون در حال تجربه کردن خشونتی وحشیانه و قتل عام شدن هستن. لیست کشته شدگانی که هویتشون تا به الان مشخص شده نه تنها بسیار زیاده، بلکه همگی بسیار جوان هستن. رسانه‌های حکومتی هم مثل همیشه در صدد سناریو سازی برای کشتن این نوجوانان و جوانانه. خب دوستان، من اینجا صحبتامو کوتاه می‌کنم و از شما دوستان عزیز می‌خوام که در این بحث مشارکت کنید و نظرات خودتون رو در مورد خشونتی که الان توی کشورمون در حال اتفاقه با ما به اشتراک بذارید. و سوالی که حالا می‌خوام دوستان نظراتشون رو حتما در این رابطه بیان بکنن اینه که چه حد و مرزی واسه این همه خشونتی که علیه مردم در حال اتفاق افتادن متصورید؟ یعنی که این حکومت تا کجا میخواد این کشتار سرکوب رو ادامه بده و اینکه مردم باید در مقابل این همه خشونت چیکار بکنن؟ من از دوستان عزیز دعوت میکنم، دوستانی که تمایل دارن شرکت کنن. بله جناب آقای
شایگان بفرمایید. خواهش میکنم، مایک شما باز. درود مجدد خدمت همه عزیزان. در مورد سوال شما که حکومت تا کجا میخواد پیش بره، خب تجربه ثابت کرده که حکومت‌های خودکامه، حالا نه فقط جمهوری اسلامی، هیچ حد و مرزی برای جنایت قائل نیستن. حالا جمهوری اسلامی که چکیده و اساره تمام فکر می‌کنم حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری سابق بوده دیگه، شما خودتون این حدیث مفصل رو بخونید دیگه از این مجمل. اما در مورد خشونت، ببینید دفاع مشروع رو تمام حقوقدان‌ها و تمام محافل حقوقی دفاع مشروع رو به رسمیت می‌شناسن. خب تو این سال‌های گذشته ما دیدیم مردم هیچ وقت نه با اسلحه نه با خشونت با هیچ کار نداشتن، خیلی مسالمت‌آمیز رفتن اعتراض کردن. اما این همیشه جمهوری اسلامی بوده که عوامل جمهوری اسلامی هستند که میان خشونت به خرج میدن. خب این خشونت تا یه جایی، ببینید یه جایی میان، فرض کنید فرزند من، خواهر من، برادر من، پدر یا هر کسی از نزدیکان من رو میزنه، میکشه، میبره، این کار میکنه، یه جایی بالاخره من یا امثال من، یعنی منظور همه افراد جامعه، یه جایی بالاخره خسته میشن، جونشون به لبشون میرسه، اون موقع است که میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کنه. ببین من با خشونت مخالفم، ولی وقتی میزنن شما هم باید بزنید، چون اگر نزنی میخوری. اینجا جنگه دیگه، بحث اعتراض نیست، الان جنگه. تو جنگ کسی به کسی پپسی نمیدونم تعارف نمیکنه، شما اگر نزنی میخوری. بنابراین هیچ حد و مرزی نداره جمهوری اسلامی، چون نشون داده که بدون هیچ نوع مماشاتی فقط میزنه و میکشه. بنابراین مردم هم این حق رو، من اینطوری احساس میکنم، مردم این حق رو دارن که از خودشون دفاع کنن. ممنون. مرسی از شما آقای شایگان. دقیقا منم همینه، حالا اون صحبتم و سوالم در واقع این که واقعا توی این چند وقته دیدیم که چقدر واقعا مردم رو زدن، سرکوب کردن، کشتن، بردن، شکنجه کردن و مردم همیشه سعی میکردن مسالمت آمیز این اعتراضات رو پیش ببرن، ولی به یه جایی میرسه که دیگه واقعا آدم کاسه صبرش لبریز میشه. آدم تا چقدر بتونه ببینه یک نفر کنارش میگیرن، میکشن، میزنن و هیچ عکس العملی نشون نده. این حد و مرز، این یه جورای تناقضه. ببینید الان شما فرمودید با خشونت مخالفید، منم با خشونت مخالفم، ولی به کجا ما باید برسیم تا شروع کنیم عکس العمل انجام دادن؟ به اون نقطه رسیده باشیم که شروع کنیم عکس العمل انجام دادن. یعنی وقتی یک نفر میبینیم نیروی سرکوبگر داره سمت ما هجوم میاره، با باتون میزنه، ما هم باید به خودمون این اجازه رو بدیم که ما هم شروع کنیم حمله کردن به سمت اون نیروی سرکوبگر و ما هم شروع کنیم عکس العمل نشون دادن. الان ما تو خیلی از این فیلم‌ها دیدیم که وقتی مردم یکی از حالا همین نیروهای سرکوبگر رو میگیرن، شاید مثلا همون اول دو سه تا حالا مشت، لگد یا هرچی بهش بزنن، ولی بلافاصله میذارنش کنار، یعنی کاری بهش ندارن. میخوام ببینم این تا کجا پیش میره، این تا کجا این اتفاق میفته، کی میرسه به اون نقطه که ما دیگه اونو کنار نذاریم. وقتی اون ما رو میکشه، نمیگم ما هم بکشیمش، من کلا با این مسئله مخالفم، ولی یه کاری باش بکنیم که حداقل دیگه اون بلند نشه. بلا فاصله فیلمش رو دیدیم دیگه، طرف رو زدن پا بلند شد، اسلحه شد در رو شروع کرد شلیک کردن به سمت مردم. خب ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی باید اینو یه کاریش بکنیم که دیگه این بلند نشه. خب ما میشیم در واقع یه جورایی آدم کش، اگه بخوایم اون لفظ رو به کار ببریم یه جورایی میشه. نمیخوام من از اون لفظ استفاده کنم، ولی میگم به اون نقطه کشیده میشیم. اونا چه اتفاقی میفته؟ چی کار باید بکنیم که هم اون جنبه منفیش در واقع دیده نشه و همین که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم؟ منظور من اینه. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. بله، در مورد سوالتون آقای ناصری عزیز، از نظر من چیزی که واضح و مبرهنه، این نظام تا جایی که جا داشته باشه و نفس داشته باشه و امکاناتش اجازه بده میکشه.
اصلا هم براش هیچی مهم نیست. یعنی اگر بگم 50 میلیون آدمو بکشه میکشه، میکشه که بمونه، چون اگر نمونه هیچ جایی نداره بره، یا باید بمیره یا باید زنده بمونه. زنده موندنش وابسته به کشتن مردم ایرانه و مردنش دیگه اون دست مردم ایرانی که واقعا دلشون به رحم باشه و همینجور که شما فرمودی دوتا بزنن ولش کنند. خب ما اینو به نفعات دیدیم، ولی خوشبختانه، نمیخوام بگم خوشبختانه، این واقعا احساس تأسفه، ولی داریم میبینیم انقدر خشم مردم زیاد شده، انقدر خشم مردم زیاد شده، خودشون هم باعث این اتفاقات شدن. وقتی که داره اعتراض میکنه مثل دیروز اون جوان با بوق زدن تو میه شلیک مستقیم تو سرش میزنی، خب مادر اون آدمه یا یه پیمان منبری اگر اشتباه نکنم دوباره تو سنندج دیروز کشته شده، مادرش برگشت گفت برید انتقام بچه‌مو بگیرید. یعنی علنا به نظر من الان اینا رهبران ما، الان اینا رهبرای بچه‌هایی ان که تو خط مقدم جنگ ما با رژیم کثیف آخوندی دارن می‌جنگن، بدون خالی دست خالی می‌جنگن. همه با خشونت موافق نیستیم، ولی الان این خشم فوران کرده و هیچ چیزی جلودارش نیست. یعنی واقعا هیچ چیزی دیگه جلودار این خشم مردم نیست و براشون هیچ اهمیتی دیگه، هیچ اهمیت نداره، میرن که بکشن. یعنی مردم هم دارن به قصد کش میرن. من اینجا میشتم و بعضی موقع ازا میگن امیدواریم، ولی من نمیخوام از این امیدواریم استفاده کنم. امیدواریم یعنی 100% ایمان نداریم. باید بگیم با امید، بازم خودم میگم امید، این عادت کردیم. اینجوری میخوام بگم، میبینیم روز پیروزی رو، میبینیم روزی رو که هممون برگشتیم و داریم جشن میگیریم تو اون میدان آزادی و سرود ایران رو با هم دیگه میخونیم و اون روز خیلی دور نیست. خیلی با این کارهایی که دارن اینا میکنن اون طول عمرشون رو خیلی کوتاه کردن، یعنی طول عمر موندنشون رو کوتاه کردن. ممنون از وقتی که دادید. مرسی از شما آقای لطفی. واقعا به امید اون روز، به امید اون روزی که ایرانمون حداقل آزاد بشه و از دست این آخوندها واقعا خلاص بشه. جناب آقای یزدانی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. درود خدمتتون. راجب سوالتون چه حد و مرزی برای خشونت وجود داره، همونطور که من در تایید حرف آقای لطفی، واقعا حد و مرزش از طرف ملتمون خودمون هممون میدونیم، دنبال خشونت نیستیم. خیلی ویدیوها اینا هم دیدیم، وقتی یه بسیجی یا یه کسی مورد ضرب و شتم قرار میگیره خیلی ها میان به هواداری میگن نزنیدش، نزنید. حالا این چیزیه که به نظر من ذاتیه. وقتی شما برخورد داشته باشی، وقتی با یه بچه هم همینطور رفتار بکنی، اگه باش خیلی مهربون باشی مهربون رفتار میکنه، هر چقدر باش خشونت بکنی همون خشونت رو باستابش میبینی. الان جمهوری اسلامی ایران واقعا هیچ حد و مرزی نداره. چیزایی که ما داریم میبینیم اصلا خیلی وحشتناکه. رسما دارن حقوق بشر رو نقض میکنن، خیلی به طور واضح، و این در این حد بوده که حتی وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که واقعا فاجعه بار نقض حقوق بشر توی ایران. حالا من یه پیشنهادی که دارم، باید یه سری چیزام آموزش داده بشه تو این. نه ما دوست داریم کسی بزنیم بکشیم، نه اینکه به قول شما ولشون کنیم دوباره اون حرکت رو انجام بدن، تیراندازی بکنن. خب اینجور در نمیاد. خیلی روش هست به نظر من، خیلی خوبه که ما بگیم باز به یک مردم. من به امید همون حرف آقای لطفی، نمیخوام بگم به امید، مطمئنا این اتفاق میفته به مرور، که مردم با یه پایگاه شخصی داشته باشن جمع کنن، وقتی یه کسی که میبینن داره مردم رو میزنه نکشنش، بگیرنش، دستگیرش کنن، و به اونجا میرسیم. مطمئنم ساماندهی میشه، همه چیز تغییر میکنه. اینطور نیست که ما نه خشونت بخوایم به خرج بدیم، نه اینکه وایستیم ما رو بکشن. من فکر نمیکنم این پوزیشن قشنگی باشه. باید یاد بگیریم که چطور بتونیم بازدارنده باشیم که دوباره این کارو نکنن. حالا یا دستگیرشون کنیم. من نظرم این. مرسی. من مرسی از شما آقای یزدانی. بله، حالا یه تفاوتی هم که داره این اعتراضاتی که این سری در جریان با حالا دفعات قبل
واقعا میتونیم ببینیم که چقدر جهانی شده و تمامی حالا کسانی که حالا وزرای امور خارجه، سفرا و و و سلبریتی ها، میبینیم که چه آدم های شناخته شده ای توی اینستاگرام با 15 میلیون 20 میلیون فالوئر دارن عکس العمل نشون میدن، خواننده های خیلی مطرح که من واقعا هیچ وقت انتظار نداشتم، میبینم که روی بیلبورداشون عکس مهسا امینی هست، میان در موردش آهنگ میخونن، در موردش صحبت میکنن و اینا همه دیده میشه. یعنی یک نفر با 15 میلیون 20 میلیون فالوور وقتی میاد در مورد یک نفر یه استوری میذاره، یه چیزی میگه، خب اون 20 میلیون نفر میبینن اون استوری رو و میرن میبینن، از اون 20 میلیون 10 میلیون هم که برن ببینن، واقعا کل جامعه جهانی یه جوری آگاه میشه، میبینه که چه جنایتایی داره توی ایران اتفاق میفته. جنایتایی که واقعا هیچ وقت به این صورت نبوده. حالا یه آبان 98 هم خب خیلی‌ها رو واقعا زدن، کشتن، بردن، شکنجه کردن، ولی به این شکلی که الان داریم می‌بینیم توی خیابون علناً خیلی راحت یک نفر رو پشت فرمون با شلیک مستقیم می‌کشن، واقعا من ندیدم، هیچ جا واقعا ندیدم این چیزی رو، واقعا فجیعه. سرکار خانم چگینی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز. راستش ما هممون الان خیلی ناراحتیم وقتی که اوضاع ایران رو میبینیم چقدر وحشتناکه، چطور جوانای ما رو دارن میکشن. من میخواستم بگم ببینید ما از سالش در واقع 57 حالا دارن جوانای ما رو میکشن دونه دونه. از سال از آمار اعدام ها رو در نظر بگیرید، سال 98 در 1500 نفر 1500 تا جوون رو کشتن، ولی ما هم میگیم خشونت نباشه، خشونت نباشه. مردم ما چقدر صبور بودن، الان 43 سال دارن صبوری میکنن، ولی نتیجهش چی شده؟ ببینید رهبر کشور ایران که به اسم رهبر هست، آقای خامنه ای، وقتی میاد به جای اینکه بیاد پاسخگوی دانشجوها باشه، دانش آموزا باشه، میره در واقع عهد و پیمان مجدد میبنده با سپاهی ها و نظامی ها. یعنی این در واقع خودش داره اعلام میکنه که برید سرکوب کنید، بکشید. یعنی به نظر من یه تو همین جامعه آخوندی که در آن وجود داره، این آخوندها هیچ وقت همونطوری که دوستان گفتن کوتاه نمیان، حتی اگه شده تا 50 میلیون نفر ایرانی رو میکشن. یعنی به نظر من باید، یعنی الان جوان ما از خودشون دفاع کنن. یعنی این نیست که ما بگیم اگه با باتوم اومدن سراغتون، با تفنگ اومدن سراغتون، شما وایسید نظاره‌گر، مگه همچین چیزی امکان داره؟ اصلا ده الان جامعه ای نیست، در واقع یه حالت میدان جنگه. وقتی که پسر 11 ساله رو میکشن، دختر 16 ساله رو، یعنی 17 ساله، ما اینقدر جوان از دست دادیم، یعنی همه ما تحت فشار عصبی. فکر کنید خانواده ها چه زجری دارن میکشن. من خودم موافق اینم که جوونا از خودشون دفاع کنن به هر شکلی شده، چون اگه دفاع نکنن دونه دونه همه رو میکشن. این نظر من بود، مرسی، خدا نگهدار. مرسی خانم چگینی. بله واقعا ما خودمون که حالا دخیل نیستیم یه جورایی، حالا یعنی کسی رو از دست ندادیم، اینا واقعا وقتی این اخبار میشنویم واقعا ناراحت میشیم و واقعا هممون الان حال روحی خوبی نداریم. شما فرض کنید یک نفر که پسرش، برادرش، خواهرش، دخترش، اینا رو از دست داده باشه، این عزیزترین کسش رو از دست داده باشه، الان تو چه وضعیتی توی این کشور؟ و واقعا سخته، واقعا سخته. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، بیشتر به شما. مرسی که دوباره وقت رو در اختیار من گذاشتید. من میخوام از دو مورد رو بگم. یکی این که اصلا بحث خشونت، که چرا تو ایران خشونت هست. شما وقتی باد بکاری طوفان درو میکنی دیگه، یک مسئله معروفه. شما هیچ وقت نمیتونی توی زمینی گندم بکاری انتظار داشتی که مثلا چه میدونم سیب زمینی برداشت کنی. جمهوری اسلامی 43 سال خشونت کاشته. شما حساب کن از وقتی که چشم باز میکنی اعدام تو ملأ عام میبینی، چه میدونم این عزاداریایی که برای حسین میکنن با اون وضعیت خیلی اسفناک میبینی تو خیابونا، غم زنی و چه و چه و چه، اینا همش ترویج خشونت دیگه. خب این خشونت
یه جایی باید بروز پیدا کنن. ضمن این که اصلا با همه این اوصاف باز من میگم مردم ایران خیلی نجیب و خیلی با فرهنگ و با شعورن که هنوز دست نبردن به خشونت آنچنانی که ما در موردش صحبت میکنیم. ببین داره طرف با تفنگ میزنتش، این ورم داری بهش نمیدونم چه میدونم چکی چیزی میزنه، یعنی نمیگیرن سلاخیش کنن. هنوز به اون نقطه نرسیدن مردم ایران که میتونن برسن، ولی شعورشون به اون انقدر بالاست که نمیکنن این کارا رو. یکی این موضوع بود. موضوع بعدی ببینید بحث حقوقی کردن تو این اوضاع به نظر من یکم توهین به مردمی که اونجا دارن کشته میشن. اینکه یه نفر میاد نمیدونم گل به پاسدار بده و چه میدونم بابا اینا دیگه دورش گذشته، الان دیگه اون پاسداری که اون ماموری که اونجاست با گل و این ماجرا اون اصلا توجیه شده که بیاد منو بکشه. اون نیومده که فقط به من چه میدونم قربونت برم فدات بشم بگه، که اون اومده منو بکشه. حالا من بیام برمش گل بدم بگم نه من از نظر حقوقی با تو دوستم، نمیدونم نمیخوام با تو خشونت کنم، اصلا یعنی چی این حرفا؟ داریم واقعا با این موضوعهای حقوقی، حالا این موضوعهای حقوقی برای افراد حقوقی خوبه، ولی برای افرادی که تو دل خیابون دارن کشته میشن، به اون وضعیت دارن شکنجه میشن، اصلا توهینه واقعا. مرسی. مرسی از شما. بله هر چیزی واقعا جای خودش داره. الان اون اعتراضات مدنی که میگفتیم، حالا ما خیلی در موردش تو کانون صحبت کردیم و پیشنهاد هم همیشه میدادن که اعتراضات مدنی بکنیم، اعتراضات صنفی بکنیم و و و، ولی الان واقعا تو این بحره زمانی واقعا این چیزا به نظر من هم همینه، واقعا جواب نمیده. یعنی همون میدون جنگی که شما میفرمایید، وقتی یه جای جنگ باشه دیگه نمیشه با این چیزا آدم اهدافش رو پیش ببره، واقعا توی جنگ باید جنگید، غیر از این هم واقعا هیچ انتظار دیگه نمیشه داشت. سرکار خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. بله خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادیم. خواستم اینو بگم که همیشه برای ما تعریف کردن، من زمان قدیم نبودم، خب همیشه برای من تعریف میکردن که خشونت از سال 1358 وجود داشته و به دلیل اینکه اینترنت نبوده خیلی از جنایات این حکومت هنوز در اون زمان ما ازشون اطلاع نداریم و توی این حکومت همیشه خشونت بوده و خشونت وجود داشته برای ترسوندن مردم و سرکوب مردم. خیلی از جوانا، خیلی از مردم جونشون رو از دست دادن. با گذشت زمان و پیشرفت کردن این دنیا و به وجود اومدن اینترنت و گوشی، خیلی از جنایات این حکومت معلوم شد و چهرهشون به دنیا نشون داده شد. با اومدن همین که گفتم گوشی اینترنت، خیلی از مردم ایران آگاهی سطح اطلاع آگاهیشون از حقوق فردیشون بیشتر شد و این باعث شد مردم بیشتری مطالبه کنن حقوقشون رو و هر بار با مطالبه کردن حقوقشون با خشونت کشته شدن. میشه نگاه کرد به اعتراضات 88 تا اعتراضات الان که 1401 هست که میشه دید خیلی متفاوت هست این اعتراضات و خشونت خیلی بیشتر شده و خیلی کشته‌های بیشتری دادیم. و جالب اینه که این حکومت میخواد خشونت رو با خشونت جواب بده. برای مثال خانم مهسا امینی رو زدن کشتن و ایشون رو به قتل رسوندن. حالا برای اثبات این که این قتل رو انجام ندادن، دارن هزاران جوان نوجوان ایرانی رو میکشن و قاتل این جوان ها هستن. خیلی ممنون که مارک رو در اختیار من قرار دادیم. مرسی از شما خانم ولیزاده. بله واقعا اگه اون موقع هم اینترنتی بود، چه فجایعی که واقعا موقع اتفاق افتاد با ما ازش اطلاعی نداریم. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنون از
مجدد وقت دادن شما. دو تا مطلب رو دوست داشتم بابت این بحث خشونت و خشم بگم. یکی این که هر آدمی، من میگم هر انسان، نمیگم آدم، هر انسانی، چون این دو تا با هم فرق میکنن، حالا جاش اینجا نیست، بعداً با امید خود مفصل در مورد صحبت میکنیم. هر انسانی یه کوچولو وجدان داشته باشه، یه کوچولو انسانیت توی وجودش باشه، وقتی یه دختر بچه رو میگیرن اونجوری چک میزنن بهش، یه زن رو میگیره باتون بهش میزنه، تو این دو سه روز گذشته مخصوصا به وفور دادیم این تصاویر رو، واقعا خونش به جوش میاد. از اون بدتر کسایی هم که واسدن فیلم میگیرن، میگه آقا نکن فلان نکن، یا هیچی نمیگه واسدن، میگه فلان. خب اینا اصلا خود این خشونت رو داره بیشتر میکنه. یعنی منی که به عنوان تماشاچی دارم اون تصویر رو میبینم، بیشتر از دست اون آدمه، از دست این کسی ناراحت میشم که نشسته واسده داره فیلم میگیره و هیچ کاری نمیکنه. این ترس متاسفانه تو وجود یه نسل عقبتر از این بچه های دهه 70 و 80 بدنانا خدامونو دارم میگم وجود داره، به خاطر تصاویری که تو گذشته توی ذهن ما نقش بسته از قدرت تابویی که درست کردیم توی ذهنمون از اینها، بزرگی و عظمتی که از اینها درست کردیم. ولی بچه های امروز ما این تابو رو شکوندن، این بزرگی رو شکوندن و به راحتی دارن میرن بدون هیچ ترسی، چون واقعا هیچی دیگه براشون مهم نیست. اینا همین الانش هم مردن، مردن در روح با مردن در جسم هیچ فرقی براشون نمیکنه. و واقعا این دوتا مورد رو میخواستم در موردش صحبت کنیم که بگیم واقعا یکی از دلایل خشونت و انزجار میشه این دوتا مورد رو بهش نام برد. ممنون از وقت مجددتون. مرسی از شما آقای لطفی، کاملا درسته. الان نسلی که الان واقعا داره مبارزه میکنه واقعا متفاوته با نسل گذشته، و یکی از دلایلی که الان این اعتراضات با اعتراضات قبلی متفاوته همینه. همینی که الان توی خیابونا میبینیم که اکثر کسایی که معترضان همه دهه 70 به دهه 80 هستن، برعکس اعتراضات قبلی. و این خب خیلی متفاوته و قطعا من همونجور که شما گفتید کاری به امیدونا ندارم، قطعا ثمره خیلی خوبی خواهد داشت. مثلا جناب آقای خسرو پناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام، سلام است جلسه. بله جناب آقای خسرو پناه، من میخواستم یه موضوع رو عنوان کنم. من چند روز پیش با یکی از این دهه 70 هایی که الان میگن توی این از دید دولت و اختشاشات هست، یک موضوعی رو عنوان کرد. گفت ما از سال 57-58 تا الان چقدر کشته دادیم که این نظام اینا رو به هر طریقی به قتل رسونده، حالا چه زندان چه بیرون. این آمارشو ما بیایم توی یک روز میخوایم این شهادت و این جونو بدیم، ولی مرگ تدریجیه رو دیگه نداریم، یک بار برای همیشه. این خیلی آگاهی خوبیه که این جوانایی که الان کف خیابونن دیگه اون به اون مرگ تدریجیه تن ندادن که بخوان هر روز ذره ذره ازشون کم بشه. میگه آقا یک بار اگه قرار من تو این 43 سال چه میدونم 5 میلیون مردن، بذار تو یک روز 5 میلیون بمیرن، شهید بشن، به قتل برسن، ولی افرادی که میمونن راحت باشن. و یک موضوع تو اوائل یعنی دقیقا سخنان آقای لطفی رو من تایید میکنم، و یکی از موضوع اولی که شما فرمود بابت بلوچا و افراد کل قومیت هایی که تو کشور هستن، من به شخصه چون رابطه با کارم هم با بلوچا برخورد داشتم هم با کردها، این دو قش بر خلاف این که توی الان جامعه دولت داره میکنه تو مغز ملت که تجزیه طلبن و فلان، اصلا همچین چیزی نیست. قشر فوق‌العاده مهربان، من واقعا اینو به صراحت میگم، فوق‌العاده مهربان، دلسوز، خونگرم و واقعا نمیدونم بساز، یه جمله‌ای که واسه شون با کمترین چیز میسازن، قانعن. چه واژه‌ای رو واسه اینا تجزیه طلب؟ الان مردم دیگه واسه حجاب، واسه زندگیشون کف خیابونن، مردم واسه زندگیشون کف خیابونن.
و این خشونت جواب های هویه، وقتی میزنن باید بخورن. حالا دیگه اون خوردنه بستگی داره، یه جوری بزنن که یارو نتونه فردا صبحش بیاد. تشکر از اینکه وقت به من دادید. مرسی از شما آقای خسروپناه، کاملا هم موافقم با نظرتون. واقعا الان آدم باید یه جورایی فرق بذاره بین اون این زدنه با اون زدنی که آدم دفاع از خودشه، اون کاملا متفاوته این دوتا با هم دیگه. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون از دوستان، واقعا حرفای خیلی خوبی رو زدن. یعنی امسال واقعا دیگه فرق میتونه، یعنی موضوع اعتراضات نیست، یعنی واقعا ما در جنگ هستیم. حالا قانون جنگ هم اینطوری، یعنی واقعا شما وقتی نزنید اون طرف مقابل شما رو میزنه. حالا یعنی به جز خشونت هم به نظر من با اینا نمیشه رفتاری کرد. یعنی 43 سالی که مردم دارن صبر میکنن، هر سال وعده‌های دروغی میگن و هر سال هم میبینیم بدتر میشه. یعنی جوری که واقعا یقینا دارم اینو میگم که سال بعد از امسال بدتر، سال بعدش هم دوباره از این سال بدتر. یعنی به جز خشونت نباید با اینا جور دیگه ای رفتار کرد. و این اعتراضات هم میبینیم که بعد از گذشت 20-21 روز هنوز ادامه پیدا کرده، چون واقعا این سطح آگاهی یعنی فقط مختص به ایران نیست، یعنی کل دنیا آگاه شدن که اینا چی هستن. مردم رو میکشن، قتل عام میکنن، یعنی کل دنیا آگاه شدن. حالا میبینیم اون آقایی که بعد از 20 روز میاد جلوی دوربین و میاد میگه به جای دلجویی از مردم میاد تقصیر و گردن کشورهای دیگه میندازه، میاد میگه در این میان از همه بیشتر به نیروی انتظامی و بسیج ظلم شد. چه ظلمی شد؟ اینها اومدن تمام مردم رو قتل عام کردن. و میبینیم که خانم مهسا امینی جرمش چی بود؟ فقط گناهش بخاطر یک موی سر، شما به خاطر یک موی سر یک نفر رو میکشید، اونم به فجیح ترین شکل. یعنی واقعا اینا دیگه به غیر از خشونت نمیشه جوری دیگه باهاشون رفتار کرد. خیلی ممنون که وقت در اختیار من گذاشتین، منم مایکرو را دارم. ممنونم آقای کرمی عزیز. و من میالا اتفاقا داشتم نگاه میکردم در رابطه با همین اعتراضات، فرمانده ارتش تیز زده بود، خبر نوشته بود که ما یک روزی با جوانان تصفیه حساب خواهیم کرد. یعنی داره خط نشون میکشه برای بعدن که ما بالاخره یه روزی که این حالا اعتراضات یه ذره کمتر شد با همهشون تصفیه حساب میکنیم. یعنی میگم به جایی که حالا مثلا خیلی انتظار داشتن ارتش بیاد سمت مردم، ولی میبینیم که حالا فرمانده های ارتش دارن هم اینجوری خط نشون میکشن برای کسایی که برای گرفتن حقشون اومدن توی خیابون. درود و عرض ادب دارم خدمت شما آقای رایی عزیز، خیلی خوش آمدید به جلسه ما، مرسی از شما. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله درود مجدد و خسته نباشید. چند تا نکته رو من یادداشت کردم که همینطوری که همکاران داشتن صحبت میکردن، همینطور که جناب لطفی هم گفتن، من تو صحبتم اصلا از امید و آرزو دیگه استفاده نمیکنم. این یک باید برای جمهوری اسلامی، برای براندازی جمهوری اسلامی دیگه باید از کلمه باید استفاده کنیم. دیگه راه برگشتی نیست، اصلا پشت سر رو نباید نگاه کنیم، فقط رو به جلو هستیم. و یکی از همکارامون گفت که آقای خامنه‌ای بیاد از دانشجوها باید دلجویی کنه، نمیدونم به دانشجو چیز میگه. ما با یه ضحاک طرفیم، طرف مقابل ما یک آدمکش بالفطره است، یک ضحاکه. الان 43 ساله در خفا، در ملأ عام، در همه جوره ما رو سرکوب کردن، همه جوره ما رو کشتن، زندگی ما رو گرفتن، جوونی ما رو گرفتن. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، من الان یه مرده متحرکم، نه اینکه اومدیم آلمان بگیم جونمون به در رفت، نمیدونم سالمی فعلا اینجاییم، یا اصلا یک سال پیش اتفاقی نیفتاده بود حالا اومدیم. نه، ما هممون مرده متحرکیم، چون زندگی منو جوونی منو گرفته این آدم، این حکومت.
اصلا با ما به یه ضحاک طرفیم. اعتراضاتی که تو این 43 سال تو این 10 سال اخیر اتفاق افتاده، دقیقا من همیشه اینو مثال میزنم، شما فرض کنید یه جلوی یه سدی رو 43 سال بگیرید، آب جمع میشه. اعتراضات 10 سال گذشته چکه هایی بود از این سده که داشت میشکست، یعنی یه درس هایی پیدا میکرد، یه آبی نش میکرد، زود گلمالش میکردن آب پشت این سد بمونه، ولی دیگه الان این سده دیگه شکسته، دیگه داره ویران میشه. ولی سیل جمعیت بیاد، یه کمی بیشتر دووم بیاریم، یه کمی هموطنانمون بیشتر دووم بیارن، یه کمی با هم همدست بشن، بیشتر همدست بشن، همه یه هوی بیان بیرون، سیل خروشان جمعیت اصلا نمیتونن جلوشون رو بگیرن. من اینو تجربه کردم، سال 88 بود تو روزنامه تهران ما آذربایجانی ها رو به سوسک شباهت دادن، نمیدونم یادتون هست یا نه، تو دستشویی یه سوسکر رو کشیده بود و جلوش به ترکی نوشته بود. بعد یه مدت برنامه فتیله همین جریان رو یه طور دیگه کرد، یه برنامه درست کرد، یه پسره بود به زبان ما آذریاس صحبت میکرد، بعد چرکه که ما توالت رو تمیز میکنیم داده بودن دستش، داشت به زبان مادری ازش میپرسید که بابا این مسواکه، من دندونامو مسواک بزنم. ما اومدیم بیرون، ما تو تبریز دقیقا الان جنگی که الان میبینید تو تهران، ما تو تبریز داشتیم، گلوله میزدن سنگ میزدیم، گلوله میزدن سنگ میزدیم. باور کنید من اون روز اولی که این شروع شد، این اعتراضات شروع شد، من تو یه مغازه بودم، اومدم بیرون فکر کردم سیل داره میاد، جمعیتی بود که اصلا باور نمی کردم. قاطی جمعیت شدیم، رفتیم تا صدا و سیمای تبریز، پلیسا مردم رو گول زدن، نذاشتن مردم وارد صدا و سیما بشن. الان این سیله میخوام بگم شکسته و مردم بیرونن. فقط من هر روز دارم تبریز صحبت میکنم، هر روز التماس میکنم همه تون با هم بیاین بیرون، نذارین دونه دونه اینا شما رو بزنن. اگه همه یه روز بیان بیرون، واقعا اصلا حکومت 24 ساعت دوام نمیاره. و در رابطه با کردا دوستان گفتن، کرد کولبری که زندگی نداره، کرد کولبری که همش تو کوه، من اونجا هم رفتم دیدم، جمهوری اسلامی میگن قاچاق خب قدغنه، ولی خودشون ساعت دارن اونجا، کردایی که کولبرن. من یه زمانی از دبی جنس می آوردم، رفتم مرزم دیدم اونجا، ساعت دارم، مرزبانی جمهوری اسلامی باز میکنه مرزو، کولبرا میان رد میشن، 3 ساعت فرصت دارین رد بشین، بعد میبنده، هر کی بره بره با تیر میزنه. این داره عملا اونجا اون کرده رو داره اونجا به اسارت گرفته که باشه حالا آدمای بدی ام، ولی 3 ساعت اجازه میده من جنس تو کولم ببرم. باور کنید تو کولاشون خیلی هم نیرو، آدمای نیرومندی هستن، تو کولاشون یه جنسایی میزنن که باور کنید اصلا خیلی باید با جرثقیل بردارن، میزنن تو کولشون از کوپ میان. این کرده چطور خشمش رو کنترل کنه؟ من الان دارم اینجا تو الان چند روز دارم هرس میخورم که چرا من اونجا نیستم. این کرده هیچی نداره، مهندس لیسانس بی سواد، هرچی، این زندگی نداره، این چطور خشمشو کنترل کنه؟ این خشم ما باید الان بگیم که خشمتون رو کنترل نکنید، چون خشمتون رو کنترل کنید سرکوب میشین و دوباره همین آشو و همین خواست. مرسی که مارکو در اختیار من داشت. ممنونم آقای طائف، مثال خیلی خوبی زدید. واقعا این صد خیلی وقته که سوراخه و دقیقاً منتظر شکستنش بودیم و قطعا الان شکسته و این سیلی که راه بیفته واقعا هیچ کی دیگه جلوی آرش نیست. و امیدوارم که مردم مثل گذشته با هم متحد و همدل باشن تا بتونن اهدافی که دنبالشن واقعا بهش برسن، اونم هرچه سریعتر. سرکار خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم. وقت در اختیار شماست. ممنون مارک، دوباره در اختیار من قرار دادین. خواستم از منظر دهه 80 صحبت بکنم. من با خیلی از دوستان صحبت کردم و دوستای من همسن و سالهای خودم هستن که در خیابان‌ها اعتراض میکنن. خیلی از دوستان میگفتن که ما دیگه هیچ آینده نداریم، هیچ امیدی به تحصیل کردن نداریم، حتی پول هزینه تحصیل کردن، خریدن یک کتاب کمک آموزشی رو نداریم، خریدن یک لباس، یک مانتو، حتی
من شنیدم که داشتیم در مورد قسمت‌های کردنشین صحبت می‌کردیم، مخصوصا فشار در قسمت‌های قلب کشور هستش و قسمت‌های کردنشین کشورمون که خیلی دچار مشکلات اقتصادی هست. الان داخل کل کشور ما اینطور هستش، ولی بیشتر در این نقطه حس میشه فشار اقتصادی رو. و دوستانم میگفتن که به نظر من این که بخواد اینها ما رو از گرسنگی بکشن و ما از صفحه تاریخ محو بشیم بهتر از اینه که همینطوری بیهوده از دست بریم. بذاریم که بیایم داخل خیابان اعتراض کنیم به حق حقوق خودمون و بذاریم حداقل با خون خودمون کشورمون رو آباد کنیم، حداقل بگیم یک کاری کردیم و داریم از این دنیا میریم، بیهوده از دنیا نریم. و خیلی ناامید بودن و میخواستن که هر جوری شده جواب اعتراضاتشون رو بگیرن. چه میشه گفت، این هم از حکومت اسلامی هست که روزگاران رو اینطوری برای نوجوان ها و جوان ها رقم زده که نه امیدی به آینده دارن، نه به زندگی کردن، نه به درس خوندن و خیلی از کارهای دیگه کار کردن. و اینها خواستم، من با نظر آقای طالب موافق هستم، ولی جناب طالب شما ایشون رو به ضحاک تشبیه کردین. اینها ضحاک هم نیستن، اینا خود اهریمنن، چرا که ضحاک یک ایرانی بود و گول اهریمن رو خورد و خودش رو تسلیم یک اهریمن کرد. اینانی که به بچه خردسال رحم نمی کنن، از حیوان اصلا گفتن این حیوان، حیوان هم حتی به بچه حیوان دیگری رحم میکنه. اینها اصلا نمیدونم چی باید بگم، چه به چی چیزی تشبیهشون کنم که دقیقا واقعا نمیدونم چی باید بگم در موردشون. خیلی ممنون، مایک رو در اختیار من قرار دادیم، متشکرم. ممنونم خانم ولیزاده. دقیقا حکومت هم از همین دیدگاه میترسه، دیدگاه جوانای دهه 70 دهه 80 دیدگاهشون واقعا متفاوته با حالا هم نسلای ما دهه 60 50، و حکومت هم دقیقا از همین میترسه، میدونه اینا کاملا متفاوته. اعتراضایی که الان توی خیابونا داریم میبینیم به خاطر همین دیدگاه هاست که تا الان هم پیش رفته، یعنی معتقدن که واقعا چیزی برای دست دادن ندارن، همه چیشون رو باختن. همونجوری که یکی از دوستانم گفت، این مرده متحرکه، و واقعا یه مرده متحرک چیزی برای دست دادن نداره، با تمام وجودش میاد که حق خودش رو بگیره. و جمهوری اسلامی هم دقیقا از همین نکته میترسه که اینجوری داره قتل عام میکنه، به این شکل وحشیانه با شلیک مستقیم به سر داره آدم میکشه. و واقعا این هیچ جای تاریخ واقعا من ندیدم که به این شکل به این فجیع آدم بکشه. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود مجدد، خیلی ممنون که دوباره وقت رو در اختیار من گذاشتین. ببین، من دوباره برمیگردم به حرف اولم، در اینجا خشونت از سوی مزدوران رژیم داره صورت میگیره، مردم خشونتی به خرج ندادن، مردم دارن دفاع مشروع میکنن از خودشون. پس لطفا اینقدر مردم رو به خشونت متهم نکنیم، چون مردم دارن از خودشون دفاع میکنن. خشونت رو عوامل خامنه‌ای دارن انجام میدن. این رژیم هم طبق اون چیزی که شما گفتین، این رژیم هم یک رژیم معمولی نیست واقعا. ببین، من میگم اوایل صحبتم گفتم دیگه، چکیده و اساره تمام حکومت‌های دیکتاتوری و خودکامه رو وقتی بخوام چکیدهش رو بیاریم، بخوایم مثال بزنیم، میشه جمهوری اسلام. یعنی به هیچ چیزی پایبند نیست، به هیچ اصل و به هیچ اخلاق و به هیچ چیزی واقعا پایبند نیست جمهوری اسلامی به این شکل. در مورد خانم ولیزاده، خانم ولیزاده شما در 70 و 80، یا من خودم شخصا یک عذرخواهی بزرگ به شماها بدهکارم، چون
همیشه فکر میکردم باید اعتراف کنم، همیشه فکر میکردم که آینده کشور ما رو باید این دهه 70 80 ها بسازن که اصلا چرا اینطوری ان، چرا این مدلی ان فلان. الان میبینم که من چقدر گمراه بودم و در اشتباه بودم. ما دهه 50 و 60 ها متاسفانه ما هم هیچ آینده ای نداشتیم، ما هم هیچ آینده ای تو پیش رومون نمیدیدیم، من خودم شخصا. ولی یه چیزی که ما نداشتیم و شما دارین جرأت. ما جرأت نداشتیم و متاسفم از این که ما جرأت نداشتیم. خانم ولیزاده، من شخصا به شما و هم نسلای شما افتخار میکنم، کلاه از سر برمیدارم و با تمام وجود از همه شما ها عذرخواهی میکنم به خاطر قضاوت نادرستی که داشتم. مرسی. بله آقای شایگان، از شجاعت گفتین و واقعا صحنه‌هایی که ما داریم میبینیم توی خیابونا، اون شجاعتایی که واقعا دارن به خرج میدن، یک جوان 15 ساله 16 ساله 17 ساله، و واقعا من خودم به شخصه واقعا قبطه میخورم که چرا همچین شجاعتی من نداشتم. واقعا ایستادن با دست خالی یه تنه جلوی این همه نیروی سرکوبگر واقعا یک دل شیر میخواد. واقعا جناب آقای دادخواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مایکتون بسته است آقای دادخواه، من مایکتون رو باز میکنم، بفرمایید. متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین دوستان و همکاران عزیز. ببخشید من دیر به جلسه رسیدم و نت نداشتم، واقعیتش ببخشید، و توی سخنرانی ها نبودم، ولی در رابطه با خشونت بودم، شنیدم صحبت های دوستان و تایید میکنم صحبت های دوستان. ولی من امروز نهار یک صحنه رو دیدم از ایران که واقعا مو بر تنم سیخ شد. واقعیت اصلا نتونستم نهار رو بخورم. دیده بودم که خشونت هست، چقدر خشونت هست، میبینم و توی ایرانم بودم من خودم، و اتفاقا منطقه ما خشونت خیلی زیاد از طرف نیروی انتظامی و سپاه رخ میده. من تا این مدل خشونتی که امروز من توی یک تصویر دیدم مو بر تن هر آدمی سیخ میکرد. چون من یک جوانی رو دیدم که چند تا مامور نیروی انتظامی داشتن میکشیدن و با باتوم میزدن تو سرش، نه یک دفعه، نه دو دفعه، چندین دفعه با باتوم زدن تو سر این زبان. ما میشنویم و دیدیم که توی سنندز شلیک مستقیم داشتن تو سر یک نفر، ولی ای کاش شلیک مستقیم داشتن تو سر این زبانم، چون بازم شلیک، صد رحمت به شلیک مستقیم. شلیک مستقیم یک دفعه است که زان یک نفر رو میگیرن، ولی اینی که داشتن با باتون داشتن سر و شلیه میکردن، واقعا من نتونستم نهار بخورم، مو به تنم سیخ شد. و من جناب ناصری فکر میکنم اینایی که الان دارن این خشونت رو انجام میدن علی این مردم، قبلانا میگفتن که این سران این نظام ایرانی نیستن، ولی الان من میگم نه تنها سران این نظام ایرانی نیستن، بلکه این اینایی که دارن این سرکوب رو انجام میدن، به این شکل دارن این خشونت رو انجام میدن، ایرانی نیستن و اصلا انسان نیستن. من فکر میکنم کلاشون رو برداریم، اینا انسان نیستن. چون هر چقدر هم حقوق بدم، بالاخره مامورم باشی، هر چقدر حقوق بدم، مگه میتونه آدم به سر یک انسان چند نفره با باتون به این شکل مورد هجوم قرار بدی، سرش رو بزنی توی سرش؟ خیلی صحنه بدی بود واقعا. هیچ موقع نیست توی کودکی ما میگیم بعضی از تصویرها رو که میبینیم هیچ موقع از یادمون نمیره. من تا این تصویرم فکر کنم همون تصویریه که من هیچ موقع از یادم نمیره. به نظر من اینایی که دارن الان این سرکوب رو انجام میدن و به این شکل مردم میزنن ایرانی نیستن. واقعا به نظرم ایرانی نیستن، و جد از این که ایرانی نیستن، انسان هم نیستن. چون مگه کسی که داره اعتراض میکنه، حالا اعتراض خیلی به شکل واقعا مدنی دارن اعتراض میکنن، حالا اگرم که مدنی نباشه، اصلا کسی که حتی جرم کرده باشه، مگه ما میتونیم به این شکل باباتون چند نفره بریزیم سر یک نفر و به این شکل بزنیم؟ و به نظرم خشونت الان تو ایران از طرف نیروهای سرکوبگر واقعا به حد خیلی بالایی رسیده، و چیزی که ما الان اونجا هستیم واقعا باید این صدا رو برسونیم به گوش، تا اونجایی که توان داریم، تا اونجایی که میتونیم، به گوش هر کسی از این ملتی که تو اروپا
دستی دارن و میتونن یک اعتراض بکنن و اجازه که صداشون شنیده میشه. چون ملت ما رو دارن واقعا یک کشتاره، یک کشتار خیلی بیرحمانه. ای کاش اعدام میکردن، ای کاش با گلوله میزدن تو سرشون. دارن به فظیع‌ترین شکل این مردم ما رو الان میکشن. دیگه نمیتونیم ما اسم اینو واقعا خشونت بذاریم، چون خشونت یک تعریفی داره. این توی چارچوب تعریف خشونت گنجانده نمیشه واقعیتش. و اینکه یک مطلبی دیگه که میخواستم بگم، یکی از دوستان فرمود که بلوچ و کردها رو قبلا تجزیه طلب اعلام میکردن. اتفاقا درست میگه ایشون، درسته، ولی الان این اعتراضات یک جنبه خیلی خوبی که داشت این بود که قبلا کردها بلوچ‌ها رو تجزیه طلب اعلام میکردن، مشخص شد که این حکومت بود که ما رو تجزیه کرده بود. اتفاقا کردها رو تجزیه کرده بود، بلوچ‌ها رو تجزیه کرده بود، ترک‌ها رو تجزیه کرده بود، فارس‌ها رو تجزیه کرده بود، هر کدوم بر علیه اون یکی دیگه شورونده بود و یک مسئله پیدا کرده بود این وسط بینشون. و برعکس الان نه تنها اینا تجزیه طلب نیستن و دنبال تجزیه نیستن، بلکه ما تازه داریم ترکیب میشیم با هم دیگه، تازه ما داریم پشت همدیگر در میاییم. وقتی که کردستان بلند شد و اعتراض کرد، ما دیدیم که فارس‌ها چطوری پشت کردها در اومدن، ترک‌ها چطوری پشت ما در اومدن. اتفاقا ما تازه داریم ترکیب میشیم با هم دیگه، به کوری چشم اونایی که این ترکیب رو نمیتونن ببینن واقعا و دوست ندارن واقعا، و برنامه‌شون اینه که این ترکیب رو نبینن. و این تجزیه میگفتن، اینا خودشون بودن که داشتن تجزیه درست میکردن به صد تا بهانه، به دهانه مذهب، به بهانه نژاد. ما تازه داریم ترکیب میشیم. شکر خدا ملت ایران هیچ موقع به این اندازه یک دست نبوده و خیلی قشنگ پشن دیگه در اومدن. و امیدوارم که یک روز خوبی رو ببینیم که از شر این خشونت و این، همطور که گفتم بازم نمیتونم خشونت بگم چون خشونت خیلی پایین تر از این حده، از شر این وضع رهایی پیدا کنیم و بتونیم به اون روزای قشنگی که همه امیدشو داریم برسیم. خیلی ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتید. بنده مایکو رها میکنم. ممنونم آقای دادخواه. قطعا اون روز رسیده الان، یعنی هیچ وقت واقعا مردم اینقدر با هم متحد و پشت هم دیگه نبودن و الان واقعا داریم اینو تو خیابونا میبینیم. من کوتاه میکنم صحبتامو تا بقیه دوستانم نظراتشون رو بگن. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله، مرسی مجدد. یه چند تا مطلب من دوباره یادداشت کردم. خانم ولیزاده از سیستان و از محبود از تاریخ صحبت کردن. خانم ولیزاده عزیز، دوستان، این حکومت ایدئولوژیست و کلن وجودش خشکاندن ریشه ایرانیه. از روزی که این حکومت اومده یا آوردن به همین قصد اومده، اومده ایران رو ویران کنه، نابود کنه و تو کل کره زمین کسی به نام ایرانی نباشه. این حکومت هدفش اینه. همینطور که اومدن گفتن ما ایران رو به غنیمت گرفت، دیگه ما از اینا چه انتظاری داریم؟ و جناب ناصری گفتین تو تاریخ بشریت همچین کشتاری ندیدیم. خواهش میکنم امروز بریم فیلم وایکینگ ها رو ببینیم، ببینین چطور هزار سال پیش تو همین اسکاندیناوی اروپا چطور آدم ها رو با تبر گردن میزن. اینها هم اونا هستن، اونا هم انسانن، این انسان هستن، این ما هستن. هزار سال پیش فقط تاریخش فرق میکنه، همشون میخورن میخوابن، ولی ببینین چطوری گردن میزنن، چطوری حمله میکنن و انسانهای دیگر رو میکشن، همدیگر رو چطوری میکشن، یه طوری میکشن همدیگر رو که گرگ این کار رو نمیکنه. این آخوندا، این جمهوری اسلامی دقیقا این همون هست. یعنی بعد از هزار سال اینها هنوز موندن ما قبل تاریخ. و در رابطه با تجزیه طلبی صحبت کردن، اتفاقا مارم، آذریارم، تبریزیارم، ترکارم، حالا هر کی یه چیزی میگه، همیشه میگن تجزیه طلب، ولی ماها تجزیه طلب نیستیم، ماها ایرانی هستیم. همیشه میگن چون آذربایجان، کشور آذربایجان، باکو مال ایران بوده، جدا شده و الان تو آذربایجان باکو ما رو، تبریزی ها رو به نام آذربایجان جنوبی صدا میزنن، خودشون هم آذربایجان شمالی هستن،
یعنی به امید اون روزی که ما با هم یه دونه کشور بشیم. همیشه هم شعارشون اینه که آذربایجان یکی باشه، مرکزش تبریز باشه. به ترکی اینم میگن، تو تبریز هم پان ترکیستا اینم میگن، ولی همیشه حرف ما تو تبریز اینه که اگه میخواین شما مال ما بودین، شما مال ایران بودین، قیام کنین، از آذربایجان جدا بشین، از روسیه جدا بشین، بیاین قاطی ایران بشین. ما از ایران جدا نخواهیم شد، ما ایرانی هستیم، ایران خواهیم موند و ایران کشور ماست. اصلا و ابدا ما اصلا تجزیه طلب نیستیم. و همین. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتید. ممنونم. بله ممنونم آقای طایف، مرسی از شما. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ممنون از شما. به قول آلمانی ها یه موسن داریم یه ولن داریم. الان کار ما از ولن و اینا رد کرده عزیزم، ما باید بگیم موسن. پس ما موسن باید پیروز بشیم، یعنی هیچ چیز دیگه جلودارمون یعنی نیست، نباید باشه، یعنی به غیر از این نباید به چیزی فکر کنیم. یک دومی که این طرز زدن و این خشونت و این بیرحمی من رو یاد زورگیرا و غمکشا و خفت کننده ها میندازه، اونهایی که امروز ما نمیبینیمشون در سطح خیابون و در این تجمعات. من احساسم بر اینه که اونها لباس پوشیدن و نوعی دیگه دارن زورگیری میکنن و خفت میکنن و به نوعی دارن اون عقده های دوران کودکیشون رو تلافی جویانه جبران میکنن. این حس منه، امیدوارم که این گونه نباشه و اینهایی که این گونه بیرحمانه دارن خشونت متاسفانه ایجاد میکنن اینها اونها نباشن، چون باید جواب پس بدن بابت تمام خشونتاشون، بابت این نبودن الانشون پشت مردم نبودنشون باید جواب پس بدن. ممنون از وقتی که دادید. متشکرم آقای لطفی. سرکار خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خب عرض درود و احترام دارم خدمت همه دوستان، خسته نباشید، بحثای بسیار خوبی بود، من تک تک حرفای شما عزیزان رو گوش دادم. میخواستم در واقع از اینجا شروع کنم که حالا باز من راجع به دهه 80 صحبت میکنم، که این بچه های دهه 80 عزیز ما که الان اینطور سینه سپر کردم معذرت میخوام، که وارد مبارزات شدن در داخل کشور، اگر برگردیم به گذشته نگاه کنیم، ببینید در سن 8-7 سالگی، 8 سالگی سال 88 رو دیدن، سال 96 رو دیدن، سال 98 رو دیدن، یعنی اینا با تمام پوست و گوشت و خونشون خشونت رو، سرکوب رو و تمام این تحقیری که از طرف خود دولت جمهوری اسلامی تو جامعه، یعنی تو مدارس، توی دانشگاه، برای حجابشون، برای لباس پوشیدنشون، برای هر چیزی رو لمس کردن. یه طوری راحت تر میتونم بگم تمام آنچه که جمهوری اسلامی به این دهه یاد داد الان بر علیه خودش شده، این اتفاق افتاده. و من خیلی دوست دارم واقعا از خانم ولیزاده، داریم ما خیلی دوستان زیادی داریم که متولدین 70-80 هستن و قانون هستن، فعالیت میکنن، خیلی خوبه که این عزیزان تو این جمع حضور داشته باشن و حرفشون رو بزنن، چون خواسته هاشون کاملا متفاوته با ما، با مایی که حالا درها از نسل اینها عقبتر هستیم. بشنویم، بدونیم که چی میخوان، چی دوست دارن، چه کاری دلشون، اصلا طرز فکرشون چیه. واقعا من فکر میکنم که حتی نسل ماها باید با دید اینها آشنا بشه و بدونه که در آینده که این نسلی که قراره تو این کشور سرمایه های این کشور هستن کارهای انجام بدن، رو با طرز فکرشون ماها آشنا بشیم. نبندیم ذهنمون رو واقعا روی خیلی از چیزهایی که الان همه دارن میگن، مثل اون موردی که آقای شایگان گفتن که منم با ایشون خیلی موافقم، همه فکر کردن اینا سرشون همش یا تیک تاک یا اینستاگرامه یا دنبال چیزای دیگه هستن، ولی واقعا اون چیزی که ما فکر می‌کردیم نبود و این قدرت و شجاعت رو واقعا همه ما داریم ازشون یاد می‌گیریم. اما در مورد سوال شما جناب آقای
ناصری که فرمودین در مورد خشونت ها، من واقعا میتونم به جرات بگم تا همین دیروز دقیقا، یعنی دیشب، چون من واقعا خواب ندارم، من همش مخصوصا دیشب وقتی فهمیدم دارن میرن سمت صدا سیما و اتفاقایی داره میفته، از نگرانی اصلا نمیتونستم بخوابم. صحبت که شما فرمودین برای این خشونت که چطور میشه، کی بالاخره تموم میشه، من فکر میکنم که ما الان اینجا 24 نفر هستیم توی این جمع، هر کدوممون دوست و فامیل و آشنایی کسی در ایران داریم، به هر حال میتونیم این کار رو انجام بدیم که واقعا آگاه کنیم اون کسایی که نمیدونن و یا حتی پذیرا نیستن ولی به هر طریقی شده قانعشون کنیم که قبول کنن که اعتصاب سراسری میتونه به جلوگیری، یعنی کمتر شدن این خشونت ها و این خونریزی هایی که تو کشورمون هست کمک کنه. ببینید اون مبارزات داره تو خیابونا انجام میشه، عذرخواهی میکنم نمیخوام زیاد صحبت کنم، مبارزات داره به شکل عالی انجام میشه اما یه مکملی لازم داره. واقعا این اعتصابات از هر صنفی که بخوایم حرفشو بزنیم، چه کاسب و مغازه‌دار، چه معلم، چه استاد دانشگاه، چه کامیون دارا، اتوبوسرانی، هر چیزی که بتونه واقعا کمر این رژیم رو نصف کنه میتونه کمک کنه حداقل به این که این خونریزی ها توی خیابون کمتر بشه. و اون حرفم که فراموش کردم یادم رفت و الان مجدد یادم آمد این بود که اگر واقعا تا دیروز من مخالف بودم، نمیگم مردم دارن خشونت میکنن اصلا و به جنبات قبول دارم 100% که دارن دفاع میکنن، اما اون فیلمی که آقای دادخواه گفتن من دیدم دیروز، واقعا که اونجور اون جوون کم سن و سال، من فکر نمی کنم بیشتر از 16-17 سال سن داشت، که 4-5 نفر اونجوری داشتن می زدن، اصلا واقعا قلب که نمیتونم بگم، همه وجودم به درد اومد و گفتم با چه قضاوتی اینا دارن اینجوری. و اگر متوجه باشین دوستان، هدف اینا فقط سرهاست، مغزهاست. ببینید تمام کسایی که عزیزای ما که کشته شدن همه از ناحیه سر بوده، ضربه به سر میزنن، من نمیدونم انگار هدفشون اینه برای این کار. و واقعا الان فکرم عوض شد، یعنی اگه فیلمی رو میبینم که یکی از این مزدورا رو دارن تو خیابون میزنن اصلا ناراحت نمیشم، واقعا ناراحت نمیشم، چون میبینم که اونا با چه قصافتی دارن این در واقع کارو انجام میدن. مرسی، ممنون. و یه چیز دیگه آخر حرفم بزنم، عذرخواهی میکنم بازم، این که جمهوری اسلامی یا نمیدونه یا خودشو زده واقعا به اون رو که این کاری که داره میکنه، مردمو داره میکشه، به هر حال از کنار هر یه نفری که کشته میشه چند نفر دیگه به جمع مخالفان خودش و به معترضین اضافه میکنه، این نقطه ضعفش. مرسی، ممنونم که مایکو به من دید. ممنونم خانم بیرجندی. بله، واقعا تعریف در واقع خشم و خشونت اصلا دو تا تعریف کاملا متفاوته، یعنی خشم یه چیزه، خشونت یه چیزه. ما چیزی که الان داریم از مردم رو میبینیم اون خشمه، خشمیه که فوران کرده، خشمیه که داره به خاطر این ظلمایی که توی این 40 چند سال اخیر اتفاق افتاده سرشون دارن اینجوری نشون میدن. ولی اون چیزی که داریم از سمت اون مزدورا میبینیم واقعا خشونت محضه، واقعا آدم نمیدونه واقعا چی بگه در رابطه با این همه خشونت وحشیانهی که دارن علیه مردم انجام میدن. واقعا آدم زبونش قاصر از گفتن یک کلمه، یک جمله یا آدم بتونه پیدا بکنه که بتونه وصف کنه این وحشیگری رو، واقعا نمیدونم چی بگم در موردش. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو، مایک در اختیار شما. بله، با درود به شما دوستان گرامی، خیلی ممنون. من هم معتقدم که این رژیم یه رژیم جنایتکاره و این رژیم رو لازمه مبارزه کنیم تا بتوانیم بندازیم، اما هر مبارزه‌ای نه، مبارزه‌ای که بسیار هوشیارانه است و با توجه به تاریخ خود ما ایران هست و با توجه به وضعیت فعلی خاورمیانه است که اینها شناسایی شده، در اختیار مردم گذاشته شده، مردم، جامعه سیاسی لازم است که اینا رو تکرار بکنه، در اختیار مردم بذاره تا مبادا اشتباه کنن.
در کشور ما مبارزه مسلحانی که به شکست انجامیده داشتیم. در مملکت ما مبارزه مسلحانی که مورد حمایت مردم قرار گرفته و پیروز شده هم داشتیم. اونی که شکست خورده جنبش بابی بوده. به حسابی که بهایی های ایران میگن، میدونید جنبش بابی یک جنبش قبل از آیین دین بهایی هستش. اونها کارشون به مبارزه مسلحانه با رژیم ناصرشاه کشید و حالا به حساب خودشون 20,000 نفر اون موقع کشته شد، به نتیجه نرسید. نمونه دیگه شکست همین الان در سوریه بود. جنبش عمومی شد اما کار رو کشوندن گروه های مسلح به مبارزه سیاسی. کی حمایت کرد؟ عربستان سعودی. کی اون گروه ها رو غیم مردم کرد؟ عربستان سعودی. به محض اینکه غیم مردم کرد، مردم رفتن حداقل نصف جنبش کننده کن که زنان بودن رفتن خانه. زن که بره تو خانه مبارزه پیروز نمیشه. این رو توجه داشته باشیم. جنبش ها رو با همراهی زنها و حتی با رهبری زنها میشه برد، اما اگه به خشونت کشیده بشه میبازه. مولوی خودمون 800 سال پیش این رو گفته، هرگاه مردان خشونت طلب باشن بر زنها غلبه پیدا میکنن، اگر نباشن این زنها هستن مدیریت دستشون میاد. 800 سال پیش این رو گفته. یه خانمی در اینجا از ضحاک به عنوان یک ایرانی صحبت کرد. نه اینطور نیست. جمشید پادشاه ایران بود، ایران کشور ناز و نعمت بوده. حکومت جمشید کار کشید به برتری جویی جمشید. آخر حکومتش آنچنان بلایی سر مردم همون جمشیدی که کشور ناز و نعمت آورد که مردم پناه بردن به ضحاک خارجی و او اون بلایی رو آورد سر ایران که میدانید که مغز جوانا رو میخورد مثل همین رژیم. پس لازمه توجه کنیم که کدوم راه حل ها رو ما داریم و کیا میخوان به جای مردم عمل کنن. حالا جنبش مبارزه پیروز کی بود؟ جنبش مشروطه خودمون در رشت و تبریز و ایل قشقایی با اسلحه زن و مرد آمدن. در تبریز بیش از 20 زن اسلحه به دست فوت کرد. یک سربازی زخمی شده بود، ستارخان یا بار فکر کنم ستارخان، بهش خبر میدن که ما میخوایم این زخمی شد در چیز کنیم درمان کنیم، نمیذاره. ستارخان میره ببینه چیه، میبینن یه زن بوده که روش نمیشده که لختش کنن، یعنی اون قسمت بدنش رو لختش کنن. بس اما مورد حمایت مردم قرار گرفت. پس فرمان عمومی رو وجدان اجتماعی مردم میده، نه گروه های سیاسی که میخوان غیم مردم باشن. مواظب باید بود. در کشور ما متاسفانه این بدبختی رو داریم که میان با مردم همراه میشن گروه هایی و بعد میخوان سوار مردم بشن. اونها رو باید مواظب باشیم. اونها کیا هستن؟ در گذشته همین نزدیک استالینیست طلب ها بودن، چپ های که میگفتن به دنبال انقلاب باید انقلاب سرخ کرد رو بودن. پس لازمه بدانیم که در کشور ما یک هویت ایرانی ما داریم که این هویت ایرانی جبرگرایی نمیپذیره. تاریخ ما نشان داده که جبرها اشتباه میکنه. من میبخشم تون 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 میگم چون به احتمال زیاد که 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. درست میدونم اگه 3 دقیقه میام پایین این نکته رو میگم میام پایین. توجه داشته باشیم تاریخ ما تاریخ مبارزه است. کشور هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما جنبش عمومی نداشته. خود ما در همین قرن اخیر 3 تا جنبش عمومی داشتیم دیگه. انقلاب مشروطه بوده، ملی کردن نفت بوده، انقلاب 57 بوده. هیچ کشور دنیا اینجوری نبوده. ما یک پشت سرمون یک تاریخ پربار مبارزه داریم. میدونیم کجا با چجوری عمل کنیم و چجوری عمل نکنیم. مثالی که بزنم برای اینکه جنبش های ما به انحراف کشید، ما جنبش کنفدراسیون دانشجویی در دهه 40 شمسی گسترش پیدا کرد، به حدی گسترش پیدا کرد مثلا در کشوری مثل آرمان که مورد تحسین مردم قرار گرفت، به علت اینکه بعد از جنگ ویتنام یه حالت رکود سیاسی تو دنیا ایجاد شد. اینا آمده بودن حرکت ایجاد کردن و شعاری الان مثلا بعضی کشورها مثل فرانسه هست، حرکت 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 اجتماعی. اینو ارزش شد. اینم ما گذاشتیم، ما کنفدراسیون دانشجوی ایرانی گذاشتن. اما
کنفدراسیون دانشجوی ایرانی بعد از اینکه سازمان شریکای فدای خلق مبارزه مسلحانه اعلام کرد، یعنی شعار مبارزه مسلحانه داد، سازمان مجاهدین هم 1349 داد، جنبش ایران که داشت میرفت جلو عقب افتاد، 8 سال عقب افتاد تا سال 58. فکر نکنیم بنابراین به محضی که جنبش بکنیم و مثل جنبش شریکی مثلا چگارا حتما پیروز میشه، نه، جنبش چگارا پیروز شد، اما اون طرف یعنی امپریالیسم جهانی و همینطور شبکه های قدرت همجور ساکت که نمیشن راه حلش پیدا میکنن، پیدا کردن و بنابراین دیگه در کشورهای دیگه نذاشتن اون گونه پیش بره که 50 نفری بیان و هسته مسلحانه بشن و اینا. این اون کار رو سازمان مجاهدین در دهه 60 انجام داد. این که میگی جوانای ما خیلی باشه هستن، نه، ما اینو داشتیم، اجداد همین جوانای 80 گفتن به شما انقلاب مشروطه دیگه از اون شجاعت بیشتر چه میخواین شما؟ ما هنوز خودمون به اندازه از اونها یاد میگیریم. همینطور در جنبش ملی کردن نفت مردم ما خیلی شجاعت بخرج، سال 1341 مردم اومدن اون تو خیابون مصدق دوباره آوردن سر کار. با در سال 57 بعد که جنبش روح الله خمینی به کاشکشون به اون خون و خون ریزی در دهه 60، حالا به حسابی که سازمان مجاهدین میگن نزدیک 30,000 نفر کشتن، به حسابی که آقای منتظری خودش گفت در زندان ها فقط 2500 یا 3500 گفت، یادم نیست رقمش، و همینطور در تمام دهه 60 کشتار عمومی کرد این رژیم، دهه 61 کشتار عمومی کرد، یک اعلامیه به دست گرفتن این اصله دست گرفتن بود و جوانای ما جرأت رو میکردن که از اعلامیه رو بگیرن پخش کنن و میگرفتنشون اعدامشون میکردن. بدترین کشتار علیه بشریتی که تو این 40 سال اخیر داشتیم تو همون دهه 60 بوده، تو همون سالهای 60 تا 61. پس توجه داشته باشیم، ولی موفق نشدیم، در اینکه کار کشید به مهر ماه 1360 سازمان مجاهدین اعلام مبارزه مسلحانه کرد. کار کشید به اینکه یکی رو تو مغازه بکشن، یکی رو اون یکی بره تو سوباستا رو بکشه، این یکی بیاد یه دونه اعلامیه بگیر رو بکشه و کار ما کشید به جنگ داخلی. پس خشونت با خشونت نمیشه جواب داد. به قول مولوی میشه خون رو با خون شستن. در مقابل خشونت هم نمیشه ساکت وایساد. پاسیفیست بود در واقع، عدم خشونت نخواه که میشه مثل اصلاح طلبی در اون رژیم. همونایی که خودشون انقلاب کردن بعد گفتن انقلاب خشن است، اصلاح خوب است، بعد همون اصلاحشون مال محمد خاتمی به خشونت کشیده شد و دروغشون در اومد، بس اصلاح خشن هم داریم. کی به خشونت میکشونه این اصلاح یا انقلاب رو؟ رژیم، رژیمی خونخواره. پس لازمه که از جنس رژیم نشیم. نمیشه با انرژی های منفی مبارزه موفقیت آمیز داشت. من یکی از دوستان آذری ما در اینجا به درستی گفتن مردم آذربایجان، مردم کرد، مردم گیلان، مردم بلوچ تجزیه طلب نیستن. سازمان هایی هستن که میخوان تجزیه طلبی بکنن یا نمیدونم سوار مردم بشن، ربطی به مردم ما نداره. مگر یادتون نیست بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد در همین آذربایجان تظاهرات میشد که به ایران بپیوندن؟ این رژیم خونخواره که نذاشته اونا به ما بپیوندن و الان ما یه ایران خیلی بزرگ داشتیم. اگر یک رژیم دموکراتیک داشتیم آذربایجان و حتی ارمنستان و اینا، برای اینکه اونا شما نگاه کنید رابطه ارمنیا رو با ما دیگه، شما رابطه بسیار دوستانه و مهربان بین ما هست. خود ارمنیا ویگن، من یادم میاد من اینجا پاریس کنسرت داشت ویگن رفتم، اونها ارمنیای ایران بیشتر از ارمنیای چیز دوست دارن، ارمنستان دوست دارن، به علت فرهنگی که مشترکی که داریم. پس ببخشید من زیاد حرف دفعه دیگه میام بالا حرف میزنم. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما آقای رایی عزیز، اطلاعاتون ماشاءالله اینقدر زیاد و مفیده، من دلم واقعا نمیاد قطع بکنم صحبتاتون رو. مرسی از شما، میشنویم صحبتهای شما رو. جناب آقای انصاری نژاد بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز گرامی. ببخشید من دو تا تلفن داشتم از ایران، یه مقدار از بس خارج شدم و حالا یک روی سیارت مجدد وارد شدم. من موضوعم خوندم الان، موضوع در حقیقت بحث آزاد رو، و خب الان این صحبتیه که مدتی داره مطرح میشه که آقا خشونت خوبه یا نه، معترضین باید خشونت به خرج بدن یا نه. من یه مثال میزنم خدمتتون تو این قضیه. ما یه خشونت توی گفتمان داریم، یه خشونت فیزیکی داریم.
یعنی بعضی وقتا دو نفر توی بحث گفتمانشون کارشون به مجادله میکشه، بعضی اوقات دو تا طیف، دو تا گروه یا دو نفر به صورت فیزیکی با هم مقابله میکنن، که زمانی که ما به صورت فیزیکی با هم مقابله میکنیم در حقیقت خشم باعث خشونت میشه. خب خشم چجوری به وجود میاد یا برونداد خشم در انسان چیه؟ زمانی که یه فرد نتونه کنترل خودشو بر افکار، اعمال و رفتارش داشته باشه، در حقیقت خشمگین شده و وقتی خشمگین میشه خشونت به وجود میاد. نگاه کنید بزرگواران عزیز، توی گفتار، توی گفتمان، حالا بر اساس فلسفه هگل که جناب آقای رایه خیلی خوب شرح شکافتنش، ما توی گفتمان یه چیز داریم بهش میگیم تسیس، یعنی فرضیه که گفتگو رو شروع میکنه، آنتیتسیس و سینتسیس، یعنی یک حرفی که مقابل یک حرف دیگه زده میشه و یک نتیجه ازش بیرون میاد که این نتیجه باعث میشه دو طرف چی؟ یکیش قبول نداشته باشه و خشمگین بشه. خب توی بحث فیزیکی هم الان توی ایران ما نمیتونیم بگیم که چرا مثلا خشمگین شدن یا مثلا خشونت خوب نیست. بله به ذات خشونت بده، حالا همه هم باش مخالف هستن، ولی بحث یه اکشن و ریاکشنه، بحث یه کنش و واکنش هست که در واقع اینجا به وجود اومده. و من سوالم اینه، واقعا اگه بخوام بگیم خشونتی نباشه، زمانی خشونت شکل نمیگیره که فرد آرامش ذهنی داشته باشه. الان واقعا افرادی که اومدن کف خیابون توی کشور ما آرامش ذهنی دارن؟ یعنی تو اون لحظه ما باید خودمونو بذاریم جای کسی که میبینه هموطنش جلوش تیر توی سرش، توی قلبش خورده، دختر 16 ساله، پسر 15-16 ساله، 17-18 ساله، پس این اجتناب ناپذیره که خشونت پیش بیاد. الان واقعا اجتناب ناپذیره، یعنی اگر خشونت پیش نیاد ما باید شک کنیم به یه قضیه. این یه مورد. و من امیدوارم که هیچ خشونتی نباشه واقعا، یعنی امیدوارم که بدون هیچ تلفاتی، بدون کمترین تلفات اعتراض مردم نتیجه بده و این حکومت ظلم و استبداد رو بالاخره پایین بکشه. شخصا در خصوص جوانان ایران هم، حالا به واسطه اینه که وقتم کمه، حدود 30 ثانیه دیگه میگم خدمتتون، این که درسته که حالا یه عده فکر میکردن دهه 80 ها به واسطه اینکه به قولن حالا سرشون تو موبایل، سرشون تو گوشی، سر کار نمیرن. اولا که کاری وجود نداشت که اینا سر کار برن، تفریحی وجود نداشت، مکان ورزشی وجود نداشت، کتابخونه‌ای وجود نداشت، اینا کجا باید میرفتن خودشون رو نشون بدن؟ جایی اینا برای نشون دادن نداشتن. من دارم میگم توی ایران سرانه ورزشی، دیروز بحث ورزش بود، نشد بگم، سرانه ورزشی توی ایران 1 متر، استاندارد جهانیش 7 متر. توی ایران چه کتابخونه‌ای وجود داشت؟ و حتی بحث فرهنگ ورزشی هم بزنیم که نه، چه جای تفریحی وجود داشت؟ توی شیراز اومدن دخترها یه سری اسکیت سواری کردن، رئیس هیئت اسکیت تو بردن زندانی کردن. من یه چیزی رو در مورد ایرانی‌ها بگم، مبادی و خط کنم، ببخشید یک مقدار به درازت کشید، مبادی تشکیل کاراکتر و شخصیت انسان 3 چیزه، همه مستظر هستید: وراثت، تعلیم و تربیت و محیط. اینا شخصیت یه انسان رو شکل میدن. جامعه ما یعنی جمهوری اسلامی باعث شد عامل تربیت و عامل محیط از جوانان نسل ما گرفته بشه، ولی جوانان ما توی ایران، همین بچه هایی که کف خیابونن، از یه عامل برخوردار بودن به نام وراثت یا همون ژنتیک، که ژن آزادی خواهیشون باعث شد الان بیان کف خیابون و این شجاعت ها رو به خرج بدن. من امیدوارم که واقعا خونشون پامال نشه، که انشالله نمیشه و هر چه زودتر به نتیجه برسه. بسیار ممنونم که وقت رو در اختیار من قرار دادید. مرسی از شما آقای انصاری نژاد، قطعا پایمال نمیشه و اثرات مثبتش رو به زودی زود خواهیم دید. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله ممنونم مجددا. در رابطه با تایید سخنان خانم بیرجندی خواستم اینو بگم که دقیقاً اشتباهی که پدران و مادران ما کردن الان ما نباید بکنیم، که بچه نباید حرف بزنه، بچه نباید اینو بگه، بچه نباید بره بیرون. بذاریم دهه 70 و دهه 80 سخنانشون رو بگن، حرفاشون رو بزنن، دقیقاً مثل پدر مادرایی باشیم که پای حرف دل بچه هاشون بشینن و ببینن اینا چی میخوان، مخصوصا با این تکنولوژی که الان داریم. شاید 30 سال پیش
ما 10 سال 15 سال داشتیم مثلا میگفتن این کارو نکن، هیچ اطلاعی نداشتیم، گفتن خب حتما نمیکنن، حتما این کارو نمیکنن، حتما اینجا نمیرن. ولی خب الان یک مادر و پدری به فرزندش میگه این کارو نکن، تو فضای مجازی میبینه که خب خارج از ایران، داخل ایران، دوستاش، بقیه دارن یه کارایی میکنن. اون زمان شاید جلوی ما رو خیلی راحت تر گرفتن، بعضیا شاید جلوشون نگرفته، ولی اکثرا ما میدونیم که اکثر دهه 60 یا 50 یا 60 یا مخصوصا اینطوری به بار اومدید. ولی الان بخواید جلوی دهه 70 80 رو بگیری مخرب تر میشه، چون داره میبینه تو دنیا چه خبره. و یه چیزی هم در رابطه با سخنان تایید سخنان آقای رایی بگم که دقیقاً این موج سواری که الان بعضیا میخوان تو روی قیام مردم ایران بکنن داره کم کم خودش رو نمایان میکنه. مخصوصا الان من دارم تو فرانکفورت میبینم که وقتی ما میرایم بیرون که تجمعات اکثرا اون تجمعاتی که دارن برگزار میکنن اکثرا چپی ها هستن و تو شعارهاشون حتی مثلا بعضا احساس میکنم، تو صحبت کردنهاشون بعضا احساس میکنم که مثلا یه طوری مثلا همونطور که آیرایی گفتن دیگه میخوان به نفع خودشون استفاده کنن. ولی خب اکثر مردمی که اونجا وایستادن همه واقعا هوشیارن، همه چپی ها نشاید یکی دوتاشون، اکثرا هوشیارن، مخصوصا مردم داخل ایران الان مثلا هوشیارن، میدونن که آینده ایرانی که ما خواهیم داشت همه اونجا کرسی خواهند داشت، همه اونجا حق نظر خواهند داشت، نه اینکه بتونن مثلا یه گروهی 43 سال پیش نتونسته، همینطوری که گفتن آقای خمینی با استفاده از چپ ها، کمونیست ها و توده ای ها با همه حکومت رو انقلاب رو کرد، ولی همشون رو سرشون رو کرد زیر آب و خودش اومد همه رو قتل عام کرد 60 تا 61 67 و خودش اونجا موند. الان بعضیا میخوان عقده اون روزا رو در بیارن، مگه الان نوبت ماست؟ نه، الان نوبت مردم ایران، الان مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چی میخوان، چی کار میخوان بکنن. الان نوبت هیچ کس نیست، فقط نوبت مردم ایرانه و رهبرانشون دهه 70 80 یا هستن. واقعا این همه بیرون اپوزیسیون داریم ما، نمیدونم از پهلوی ها گرفته، از رضا شاه پهلوی میگن، از چپ ها گرفته، از این همه اپوزیسیون، ولی هیچ کدوم دهه 70 80 نمیشه. و الان بعد از این که 43 سال الان همه دارن بیانیه میدن، همه دارن حرف میزنن که اینطوری بکنیم، اونطوری بکنیم. 43 سال کجا بودیم؟ رهبران ایران داخل ایرانه. مرسی. ممنونم آقای طایف عزیز، منم کاملا موافقم. واقعا رهبران ایران الان توی ایران هستن و واقعا سطح آگاهی که الان بین جوانای دهه 70 80 میتونیم ببینیم در اون حدی هست که واقعا گول این چیزها رو نخورن و اجازه ندن کسی بیاد از این اعتراضایی که مسلمتازی که راه افتاده تو خیابونا و داره حق طلبی میکنه به نفع خودش سوء استفاده کنه. قطعا این اتفاق نمیفته. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. خیلی ممنون، خیلی ممنون از اظهار نظر دوستان. آقای طایف عزیز، من آقای طایف به نظر میاد که نظراتم خیلی به هم نزدیکه، من گیلانی و ایشون آذربایجانی. پس توجه داشته باشیم که ما یک روح مشترک جمعی داریم، یعنی وجدان مشترک جمعی داریم و این وجدان مشترک جمعی ما قسمتش تاریخی است، قسمتش اجتماعی است، قسمتش علمی است. جامعه سیاسی اگر کار خودش رو درست انجام داده بود، یعنی هدف رو مشخص کرده بود، استراتژی رو درست تعیین کرده بود، تاکتیکا رو درست انجام، چون تو این 40 سال این رژیم نمیتونست بمونه. این ضعف جامعه سیاسی ما هست. وجدان اجتماعی متوسطی داریم، اما وجدان اجتماعی بسیار قوی داریم ما ایرانی ها. ما ایرانی ها هر بار که میخواهیم جایگزین کنیم دقیق عمل کردیم، یک بار اشتباه نکردیم تا حالا. اونایی که فکر میکنن که چرا به شاه فرصت دادیم اشتباه میکنن. از سال 32 تا 57 به شاه فرصت داده شد و به جای پیشرفت عقب رفت داشته. به اعترافی که رئیس دربار خودش علم، خاطرات علم هست دیگه، ببینید میگه که این اول گوش میکرد بعد دیگه اصلا گوش نمیکرد و بعد کار رسید به این که دیگه همسر خودش فرای پهلوی 10 سال قبل از انقلاب با این کارا که میکنیم انقلاب خواهد شد در ایران. در کشور انقلابه، اینکه ایران کشور انقلابه، ایران کشور جنبش های مردمی هستش. و توجه کنین که جنبش عمومی راه حله، نه اینکه فکر کنید راه حل برای همه کشورهای دنیا سلام. برای که شما وارد مبارزه مسلحانه بشید فورا مبارزه مسلح شما رو آلودش میکنن، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل عراق.
شما موقعی که شعار سرنگونی یک حتی رژیم سلطه‌گر رو میدید به علت اینکه این نمیدونم هیولایی شده است و اینا، عراق پیش میاد، ارتش عراق پاشوندن، همون بسیار آمدن شدن داعشی، یه قسمتشون شدن داعشی. پس توجه داشته باشین که این مسئله که لازم است که ما بدنه یک رژیم رو، در واقع مؤسسات و نهادهای رژیم رو در واقع حساب کنیم، به نفع ماست، به نفع مردم، میشه اینا رو دموکراتیزه کرد یا نه که لازمه چیزش کنیم، از بینش ببریم. اگر بخوایم هر نهادی رو از بین ببریم، چون نهاد قدرته، برای اینکه بتونیم نابودش بکنیم قدرت بیشتری لازمه. نمیشه با قدرت کوچکترین قدرت بزرگتر نابود کرد، یعنی خشونت بیشتری لازم داریم، خود ما میشیم خشن. توجه داشته باشیم چرا میگم انرژی های مثبت و انرژی های منفی. برای اینکه انسان به انرژی های منفی در درون خودش مثل کینه، نفرت، انتقام اهمیت بده، خودش میشه نهاد قدرت، خودش میشه نهادی که حکم میکنه که منم که تشخیص میدم، منم درست هستم، من هم حرفایی که میزنم حکمه، برای خود و برای دیگران راه حل نجاتم اینه. این میشه نهاد قدرت. دموکراسی این نیست. دموکراسی من و شما با هم میشینیم، مشورت میکنیم، گفتگو میکنیم، راه حل رو پیدا میکنیم. موقعی که جمع‌بندی داریم میکنیم، جمع‌بندی رو بعد از اینکه کردیم، اون قسمت اجراییش هستش که اطاعت میکنیم. قسمت تصمیم اصلا هیچ کس که اطاعت نباید بکنه. حق تصمیم قابل انتقال نیست اصلا. پس توجهتون رو به یک نکته اساسی دیگه الان میخوام جلب کنم که یک درس بزرگ تاریخی برای انسانه. خانم هانا آرنت یکی از فیلسوفای آزادی و بسیار شناخته شده در جهان هست. این موقع که دادگاه نورنبرگ تشکیل شد و اینا، این به این نتیجه رسیده بود که اینا اصلا مثل یک موجودات دیوان، اینا کیان اصلا حرف انسان رو نمیفهمن. استادش کارل جاسپر بهش گفت اشتباه نکن. اون موقع خانم هانا آرنت جوان بود. استادش بهش گفت اشتباه نکن. اینها انسانن که این جنایت‌ها رو میکنن. اینا دیو نیستن. به معنی که دیوش کردی، از دسترس انسان و از نقد کردن خارجش کردی. علی خامنه‌ای دیو نیست. علی خامنه‌ای موجود انسان جنایتکاری است. پس بنابراین در همین حد این که میخواد خودشو به نمیدونم من نایب زمان هستم، میخواد خودشو از سطح انسان ببره بیرون، نباید گذاشت، باید مثل انسان حسابش کرد. به محض اینکه بگید که تو هم راست، تو یک دیو هستی، اون از جنبه مثبت خودش رو دیو میدونه، شما از جنبه منفی میدونی، ولی هر دو دیو میدونید. نه، این نیست. انسان ها همه خطاکارن، انسان ها جنایتکار توشون پیدا میشه با همین ظرفیت های انسانی. چرا این دیدن، این گونه دیدن عادلانه است؟ به این علت که من موقعی که با او گفتگو میکنم میدونم میفهمد او چی دارم میگویم، بنابراین عادلانه باش گفتگو میکنم. اگه دیو باشه، نمیدونم موجود مریخی باشه، که عادلانه نیست این گفتگو باشه، که فایده نداره. مثل که با این ماشین دارم صحبت میکنم. نه، اینطور نیست. میدونید دیگه در دادگاه جنایی حساب میکنن که این طرف اونقدر مریض هستش که مسئولیت نداشته باشه یا داشته باشه. مریض نیست این آدم. این آدم با اراده خودش این کارو کرده. این آدم علی خامنه‌ای آمده به خمینی گفته که بله، نه این که نظر مردم مهم هست رو باید در نظر داشت. خمینی بلافاصله بهش گفت که تو اشتباه میکنی، ولایت این نیست، و این معذرت خواهی کرد این آدم. پس ببینیم میفهمه، آدمی که میفهمه حتی نقد کرد، ولی نقد رو که برش معذرت های عقب نشینی کرد به علت وابستگی که داره، وابستگی به علت این که خمینی رو برای خودش بت کرده. پس لازمه توجه داشته باشیم ما انسان خطاکاریم. بین ما انسان‌های خطاکار کسی مثل پیغمبر میشه که او هم همچنان خطاکاره، کسی بین ما جنایتکار میشه که او هم جنایتکار بزرگه. پس نکته مهمی رو که کارل یاسپر گفت به خانم آنا آرنت رو مورد توجه داشته باشیم. این انسان با من به زبانی میخواد صحبت کنه که من نمیفهمم چی میگه، یه چیزایی برای خودش میگه که اصلا با تجربه کردنی نیست. صاحب زمانی یا تو نمیدونم این از کجا و این چجوری میتونی خودت باید همش بشینی دنبالش بدوی توضیح بدی. پس یک زمانی استدلال عادلانه زمانی است که خودش رو بیان کنه. من به شما میگم آ برابری خوبه، خودش رو بیان میکنه، شما نگاه میکنی زندگی خود نابرابری رو میبینی، ظلم دیگه. ولی او میاد میگه نه، من هستم که چون صاحب فلان چیز هستم میفهمم شما صغیرید نمیفهمید. یعنی پزشک و مهندس ما و متخصص ما و فیلسوف ما همه صغیر این آقا با... که روزخون بوده این منبر اونور بره ده تومن بگیره شده برای ما حالا نایب صاحب زمان قدرت تشخیص. میبینید از حالت انسانی خودشو خارج کرده.
ببینیم امروز علتی که دیر اومده و تظاهرات بزرگ پاریس میاد. امروز تظاهرات چند هزار نفره بود. شعارها میل به مرگ بر گفتن کم شده. در تظاهرات قبلی که ورود حالا 10,000 هم اگه نبوده حداقل بالای 5,000 نفر بوده در پاریس، شعار مرگ بر از بلندگوها داده نشد، اما امروز داده شد. میل به پاسخ دادن را کم بود. یعنی یه دی گفتن، یه دی هم جواب دادن، ولی خیلی ها جواب ندادن. پس جنبش داره رشد میکنه. رشد هم از نظر فکری است، هم از نظر سیاسی است، هم از نظر اقتصادی است، درک اقتصادی است، و هم از نظر اجتماعی است. جنبه های مختلف اجتماعی، ورزشکارا، هنرمندها، اینا. این مبارزه کامل هست که رژیم رو میندازه. این مبارزه کامل از جنبه های فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست که رژیم رو خل سلاح میکنه. وارد این جنگ باید شد. میگه دین من اینه و دین اسلام اینه، ناب محمدی اینه، باید گفت دروغ میگه و وارد این جنگ باید شد. رنسانس فکری همینه. میگه که پیغمبر نمیدونم اون بالاست و قابل دسترسیه، قابل دسترسی نیست، شما مردم صغیر هستید. میگه دروغ میگی. در همین کتابت هست که تو خلیفت اللهی، همه انسان ها خلیفت الله، یعنی خودشون رهبر خودشون هست. تو چجوری این رو میگی که با این آیه شروع گذاشتی کنا؟ آیت الله طالقانی طباطبایی مال خودشون گفت میشه مرجع تقلید شد بدون که یک لایه کتاب قرآن رو باز کنی؟ دین خودشون هم نمیشناسن. حالا چرا اینو میگم؟ به این علت که 4 روانشناس انگلیسی تحقیق کردن روی رژیم های توتالیتر، به این نتیجه رسیدن که مامورای رژیم های توتالیتر اون ایدئولوژی خودشون رو نمیشناسن. نازیستا ایدئولوژی سوسیال ناسیونالیسم خوب نمیشناختن، استالینیست هم همینطور خوب نمیشناختن. یعنی یه چیزی رو به اسم اون ایدئولوژی خودشون میدونن که مبهمه. یعنی در واقع کسانی که میان سرکوب میکنن ولی فقی کوچولوها میشن، استالین کوچولوها میشن، هیتلر کوچولوها میشن. اینها موقعی که به محض اینکه میگن من برترم، تمام ماموراشون هم عین همین ولی میشن و سر خود ولی فقی رو هم کوتاه میذارن. خیلی ممنون، مرسی. مرسی از شما آقای راهی، متشکرم. سرکا خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم مایکتون باز. سپاس مکرو دوباره اخیر من قدر خیلی لذت بردم سخنان ایشون، چون که من خودم به شخصه توی حکومت اسلامی درس خوندم، خیلی محدود بودم و خیلی از چیزها رو نمیدونم و خیلی چیزها مسئله با الان یاد گرفتم و متوجه شدم. ولی میخوام اینو در مورد این صحبت کنم، کسی که لبه یک پرتگاه باشه و به مرگ فکر بکنه، به چیز دیگری آیا فکر میکنه؟ به سیاست فکر میکنه؟ به خیلی به بودن حکومت فکر میکنه؟ به نمیدونم به حکومت چی کار کنم فکر میکنه؟ کسی که داره لبه پرتگاه هست و به مرگ فکر میکنه، یعنی همه چیزش رو از دست داده، یعنی قادر نیست دیگه به چیزی فکر بکنه و خسته شده و دیگه این خستگی روحش رو آزار داده و نمیتونه بیشتر پیش بره، به مرگ فکر میکنه و میخواد خودش رو خلاص کنه. و به نظر به نظرشون مردم ایران الان توی این وضعیتی که الان هستن، به نظرشون براشون توضیح همین توضیحات رو بده، مثلا اینکه خشونت رو با خشونت پاسخ نمیدن رو براشون توضیح داد، به نظرشون مردم چند درصد از مردم این رو قبول خواهند کرد؟ در این سوال اول به سوال من پاسخ بدم، من بقیه صحبتم رو ادامه میدم. ممنون. مرسی از شما جناب راهی. اگه اجازه بدید اول صحبت‌های آقای سنگری رو بشنویم، شاید سوالی ایشون هم داشته باشه، بعد صحبت‌های شما رو بشنویم. جناب سنگری بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. وقت بخیر خدمت همکاران گرامی. سپاس دارم از بیانات خوب همه همکاران. من سعی کردم آخرین نفر باشم که همه صحبت‌های عزیزان رو گوش کنم، بعد نظر خودم رو اعلام کنم. ببینید دوستان گرامی، البته نظر شخصی منه، دو تا فاکتور و عاملی که در اعتراضات قبلی از سال 57 تا الان که توسط حکومت سرکوب شده، یعنی در واقع دو تا فاکتور و عامل داشت.
یکی عاملش عدم آگاهی مردم بوده، دوم تعداد حضور افراد در اعتراضات یا تظاهرات. خب خوشبختانه الان فاکتور اول آماده است و همه این آگاهی رو پیدا کردن، به خصوص همونجور که عرض کردم سطح آگاهی فعلی جامعه به خصوص در دهه 70 و 80. مطمئنا اگر تمامی اقشار مردم در کنار این دهه 70 و 80 همراه باشند که این اعتراضات اخیر رو شروع کردن، مطمئنا صبح پیروزی نزدیک. دوستان توجه بفرمایید، ستون‌های این رژیم دیکتاتوری زنگ زد و نه راه عقب داره نه راه پیش داره نه پس. پس باید تمامی اقشار دست به دست بدن، اهم از کسبه، اهم از دانشگاهیان، کارمندان، نیروهای انتظامی و غیره، همه باید دست به دست بدن این ایران عزیزمون رو از دست این رژیم دیکتاتوری و اپارتاید خارج کن. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. مرسی از شما جناب آقای سنگری با اظهار نظرتون. جناب آقای راهی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم ولیزاده این سوال مطرح کردین، چون این هم یکی از سوالهای بررسی شده است و جواب جامعه شناسانش رو حالا از جنبه‌های مختلف دادن. اون جوابی که من قبول دارم این استش که انسان حتی در بدترین شرایط همیشه مسئول باقی میمانه، همیشه توان این که خود رو تغییر بده داره. توجه داشته باشین، انسان یا در نیروهای مثبت انسانی رشد میکنه و یا فشار حوادث، فشار در واقع زندگی موجب میشه که منفی بافی کنه، ناامید بشه و تخریب کنه خودش رو. انسان خودش هستش که نوع فکری که انتخاب میکنه موجب رشدش میشه یا موجب تخریبش میشه، اما به میزانهای مختلف، به میزانی که انسان خود رو باز نگه میداره. مثال سقراط رو براتون میزنم که توی غار انسان نشسته که اگر دم غار نیاد داخل غار بخواد نگاه کنه فقط اون جلوشو میبینه، مثل یه کورسو میبینه. اما انسانی که میخواد تغییر کنه، انسانی که میخواد بفهمه، انسانی که میخواد اطلاعات رو بگیره، اطلاعات تجزیه تحلیل کنه، جای مناسبش رو پیدا بکنه، میتونه همکاری بکنه یا همکاری نکنه، این انسان همیشه چشش بازه، کور نیست. ولی انسانی آمد، ببینین درویشای ما از قدیم اینو میگن، بزرگترین گناه انسان ناامیدی است. ناامید که شد میشینه دیگه، میشه قربانی، منم این بلاها رو سر من آوردن، در جایگاه رفیع قربانی نشسته، نقشی دیگه نداره برای خودش، اون خرابی ها رو دیگر رو انجام دادن. ولی فکر کنید یک انسانی که میگه درست منو قربانی کرده اما من میتونم تغییر بدم در حدی که میتونم، من یه جای راه حل فردی دارم، یک جای راه حل جمعی دارم، من یک زمانی لازمه صبر کنم تا راه حلش پیدا بشه، ولی من همیشه عمل میکنم. مثال بزنم، الان شما ببینید مثلا اونایی که بهش تجاوز میشه، آقایون یا خانمایی که بهشون تجاوز میشه، یه خانمی که مثلا بهش تجاوز شده اگه خودش قربانی بدونه افسرده میشه، تو خونه نشسته و دائما نفرین و نفرت و کینه و عداوت خودش رو به صورت انرژی منفی بیرون میده، ولی اثرگذار نیست. ولی اگر آمد نوشت که این کسی که متجاوز بوده این کار رو کرده، این با من این برخورده کرده، من میتونستم تا جایی که تونستم مقاومت کردم، اون جایی هم که نکردم الان میدونم که لازمه مقاومت کنم، من میتونستم ارجیارت، تمام اینا رو موقعی که میگه حافظه تاریخی تمام متجاوزا رو تقویت میکنه، افکار عمومی رو به نفع خودش جلب میکنه و میدانه که در این رابطه بالاخره این نیروها به جایی میرسن که تحول انجام میشه، یعنی بر حق میسته، به عنوان یک موجود کنشگر واقع میمانه. پس هرگاه ما ایرانی ها ببینیم، ما سال 57 چه جوری فکر میکردیم، خیلی از ماها آثار دکتر شریعتی رو خوندیم، آثار کمونیست، ما فکر میکردیم که ماها انرژی هامون رو هدر میدیم با گریه و نفرین و زاری. تصمیم گرفتیم نسل جوان اون موقع که انرژی هامون کینه و نفرت و زاری نکنیم،
چیز قربانی بازی در نیاریم، بیایم عمل کنیم. خب دنبال هویت شهری میگشتیم، شهرها به حالتی در اومده بود که ببینید یه دهاتی توی دهات موقعی داره تولید میکنه هویت اجتماعی خودش داره، ولی موقعی که میایم یه شهر مصرفی یا اقتصاد مصرفی هویت‌ها این وسط گم میشن. من میشم مصرف کننده همه چی، فکر، مصرف کننده فکر، مصرف کننده تولید، مصرف کننده محاله که توش فساد نباشه. ما بنابراین لازمه که یاد بگیریم تولید کننده باشیم، خلاق باشیم، راه حل پیدا کنیم. من موقعی که تصمیم بگیرم میتوانم آدم مثل ابراهیم بشم. مثال تاریخی داریم دیگه، این آدم سنگ پرست بوده، بت پرست شده، خورشید پرست شده، آخرش هم خدا پرست شده، پیغمبرم شده. بس میشه یه انسان این تحول رو بکنه. بس این خود انسانه که خود رو از مسئولیت سلب میکنه با جایگاه رفیع قربانی برای خودش درست میکنه، و یا با چیز جایگاه رفیع انسان که برای خودش حقوقی که درست میکنه. من انسانم، حقوقیم، حقوقم قواعد جهان شمول هستن، تبعیض توش نیست، همه میفهمن، بر اساس اونا کشورهای دموکراتیک آمدن عمل کردن موفق شدن، چرا من عمل نکنم؟ در همین اروپا خود روشنفکرها چی میگن؟ 200 سال بار حقوقی اروپا رو روشنفکرها بردوش گرفتن، مردم حقوقی نبودن، 200 سال این کارو کردن تا بالاخره مردم تحول کردن. پس لازمه اینو تحول بکنیم. اگر هی منتظر باشیم که اوضاع خراب بشه رژیم میفته، نه، اون یه رژیم هم خودشه فکر میکنه، فکر میکنه که اینقدر باید خراب کرد تا مهدی موعود بیاد نجات بده منو. بنابراین فکر میکنه خراب کردن هم نعمته، جنگم نعمته، همونجوری که گفتن جنگم نعمته براشون. ما میدانیم که تا تحول نکنیم، تا تحول از طرف قدرت نداری و اعتیاد به قدرت ها به طرف حقوق نداشته باشیم، تا تحول از انرژی های منفی به طرف انرژی های مثبت نداشته باشیم، تا تمام بدنه جامعه رو همراه حساب نکنیم و سران رژیم رو هدف قرار ندیم، موفق نخواهیم شد. ما این تحول رو که کردیم میتوانیم گذشت کنیم، میتوانیم عادل باشیم. چگونه؟ میل به خشونت رو میاریم پایین، حق رو میدیم به حقدار، و یاد میگیریم که به اندازه عمل کنیم، و میدانیم که در این رابطه دوستانه و عادلانی که برقرار میکنیم میفهمند دیگر، ما رو مورد حمایت افکار عمومی قرار میگیریم. پس الان نگاه کنیم، امروز من تظاهرات چند هزار نفری پاریس بود، حالا اگر نصف ایرانی نصف فرانسوی نبود تعداد فرانسوی ها خیلی بالا بود، در صورتی که همین چند روز پیش پاریس، هفته پیش تظاهرات داشتیم، روز بالای 5000 نفر بودن، ولی اکثرا ما ایرانی بودیم. امروز کمتر ایرانی بودیم، بیشتر فرانسوی بودیم. شعارا چی بود؟ اسمش چیه؟ مهسا امینی. مهسا امینی کد است. ببینید به اینجا رسید، از کیا دفاع کردن امروز؟ از بلوچا، از زاهدان. شعارهای دیگه چی بوده؟ به فرانسوی بوده. شعار به فرانسوی بوده سرنگون با ملاها، پدر سالارها، در واقع در فمینیست های فرانسوی و به اضافه چپ های فرانسوی همراه ما بودن. و شعارهای دیگه هم بود، حالا همه رو یادداشت نکردم. یه شعار بسیار خوبی دیگه که بود این بود: این دیگر اعتراض نیست، این خود انقلاب است. اعتراض میگیم غلطه، این خود انقلاب است. یعنی مردم تحول دارن میکنن، مردم دارن تغییر میدن، مردم میخوان تغییرش بدن و مردم میشتون میتونن اراده خودشون رو برتر کنن، توانایی رو پیدا کردن. چرا این مهمه؟ به این دلیل که دموکراسی بنا شده بر توانایی مردم، بر این که من بگم این قرن این فهم اون خر دموکراسی رو میتونیم ایجاد کنیم که من میدونم ایراد دارم اما اینقدر فوایدم دارم که این با اون نکات مثبت خودم منفی ها رو میتونم برطرف کنم. بنابراین تکیه میکنم به شما، شما تکیه میکنید به من، به هم تکیه میکنید، این میشه دموکراسی. خیلی ممنون. مرسی. ممنونم. مرسی از شما جناب آقای راهی عزیز. صحبت‌های جناب آقای طایف رو میشنویم و بعد اگر که دوستان دیگه صحبتی نباشه یک جمع‌بندی میکنیم و ختم جلسه رو هم اعلام میکنیم. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله ممنونم، مرسی. واقعا خانم ولیزاده چالش بزرگی رو به راه انداخت. من اصلا منقلب شدم از این نسل، این طرز سوال و پرسیدن، و آقای راهی هم خیلی خوب جواب داد.
ولی من به شخص خودم ما بین این دوتا نسل گیر کردم. خانم ولیزاده گفت لب تیغم و چیکار کنم، یعنی این نسل دیگه نمیخواد حرف گوش کنه. آقای رایی خیلی خوب صحبت میکنه، من این وسط گیر کردم. حرفای ایشون خیلی خوبه، داره واقعا درد دل میکنه، حرف راست رو میزنه، ایدئولوژی رو، مسیر رو داره نشون میده، ولی از این ور دست چپم آقای رایی واسه، ولی از این ور دست راستم خانم ولیزاده از لبه تیغه. این تاکتیک میخواد الان، این دیگه نمیخواد حرف گوش کنه. واقعا من منقلب شدم که ما بین این دو کدوم طرفی برم. برم طرف آقای رایی که نه، باید جامعه اینطوری پیش بره، اینطوری بره، اینطوری بره، مسیر مشخصه، یا نه ول کن دیگه نصیحت، عذر میخوام آقای رایانی، میخوام جسارت کنم، نصیحت پدرانه نمیخوام، من میخوام الان وارد عمل بشم. اینجا میدون جنگه، من مش کردم، میخوام کجا رو باید بریزم، کی رو باید بزنم که رها یابم. از لبه تیغ دارم دیگه من میافتم، من نمیخوام حرف گوش کنم که اینطوری بری، پاتو اینطوری بذاری، از اینجا نمیافتی. من افتادم دیگه، فقط به یه تار مو بندم. واقعا منو منقلب کرد و واقعا اصلا خواستم اینو با شما در میون بذارم که اصلا ما بین دو تا نسل گیر کردم و خودم هم که نسل سوختم، جسارت این نسل رو میبینم، تحلیل تفسیرهای نسل قبلی رو میبینم و واسه همینه که الان 40 سال دارم، نه جرأت اینو داشتم نه تجربه اونو داشتم و مملکت ما به اینجا رسید. مرسی. مرسی از شما آقای طایف. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم، صحبت شما رو میشنویم. خیلی ممنون، چون جلسه‌تون رو میخواییم تموم کنیم، من خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم اون نظری که خودم دارم. البته جناب طایف، من نظر شما رو میفهمم، همینطور نظر خانم ولیزاده رو، اما توجه به یک نکته اساسی داشته باشیم. لحظه فکر کردن لحظه بعد یا قبل نیست، لحظه موقع عمل کردنه. زمانی که یعنی وضعیت اضطراری حواسمون جمع باشه که اضطرار اشتباه ما رو نندازه. موقعی که لشکر یونان با لشکر ایران می جنگید، یک سردار یونانی داشتن صحبت میکردن بین خودشون، برگشت که الان موقع صحبت کردن که نیست، الان باید بریم بجنگیم. اون سردار برگشت شد، الان اگه با هم صحبت نکنیم اشتباه خواهیم کرد، الان موقع صحبته. لازمه که توجه داشته باشیم که اتصال کوتاه ایجاد نکنیم. راه حل ما جنبش عمومی است. این جنبش عمومی میتونه کار رو به مبارزه مسلحانه هم بکشونه زمانی که افکار عمومی فرمانش رو میده. اما اگه نده، میشه دهه 60 ایران. دهه 60 فرمانشو نداد. یه دی اومدن جنگیدن و زیادم کشته دادیم، ما فرمان عمومی نداد. انقلاب مشروطه دادیم. در قبلش ندادیم و میتونه این یعنی لازمه که انسان همیشه توجه کنه موجودی سویری و راه حل یابه. اما موجود حقوقی راه حل یاب مودود تنبیه کننده نیست. تنبیه از جنس جرمه. موجود درمان کننده و جبران ساز وجود حقوقی. انسانی که میخواد راه حل پیدا کنه دنبال انتقام گرفتن و راه حل کوتاه پیدا کردن میان برزدن نیست، برای اینکه این کار بکنه خراب میکنه حتما. این لازمه. بس بنابراین اگر مردم شکست بخورن، خانم ولیزاده ها شکست بخورن، ممکنه تفسیر خودشون نباشه، تفسیر این جامعه سیاسی باشه که درست عمل نکرده. به همین بس که ما داریم که این جامعه سیاسی سلامو تشکیل بدیم، اینجا بتونه کارشو درست انجام بده، این گفتگوها باید انجام بگیره. اگر دقیق انجام ندیم، اگر خب سنجش نکنیم و نفهمیم فرق حقوق، راه حل حقوقی و راه حل قدرت مداران چیست، راه حل انرژی مثبت با انرژی منفی چیست، گیر میکنیم قاطی میشه و ما یه قاطی شد دیگه معلوم نیست آخرش چیه. ممکنه برنده بشیم، ممکنه بازنده بشیم. حالا فردا مثل این که در مورد دموکراسی صحبت میشه، اینطوری که خانم بیژندی برای من فرستادن، با کمال میل این مسائل رو با هم صحبت خواهیم کرد و بنابراین توجه داشته باشیم که ما در جایی هستیم که احتیاج به فکر کردن و دقیق عمل کردن داریم. شلخته بازی ها رو لطفا انجام ندیم. لازمه که بدانیم که درست یک جوان تیغ لبه تیغ قرار گرفته، مواظب باشیم که مبادا تیغ ببردش، بدتر فرو بره. کاری کنیم که اینو پرتش کنه، از روی تیغ لبه بره کنار. اما این انسانه، این اندیشه است،
تا اندیشه تنظیم نشه محال عمل درست انجام بشه. عمل اندیشه مقدم است بر عمل. اندیشه رو لازم تنظیم کنیم، عمل هم تنظیم خواهد شد. میبخشید زیاد حرف زدم، خیلی ممنون. مرسی از شما جناب آقای راهی عزیز و همینطور از بقیه دوستان. بله جناب آقای راهی، فردا جلسه کمیته دفاع از جوان، حقوق جوان دانشجو با موضوع حق اعتراض، حقوق ذاتی و حقوق شهروندی. از همه دوستان هم دعوت میکنیم فردا تو این جلسه حاضر باشن. بحث در رابطه با همین اعتراضاته و میتونیم در واقع ادامه همین بحث رو هم یه جورایی توی بحث فردا داشته باشیم. من این جمع‌بندی میکنم در رابطه با جلسه امروزمون، بحث آزادمون در رابطه با حق امنیت اجتماعی و در واقع در رابطه با روز جهانی خشونت بود و خب در رابطه با اعتراضهای اخیر خب صحبت کردیم و واقعا دوستان نظرات بسیار جالب و بسیار جامعی در رابطه دادن که واقعا این حد و مرز خشونت تا کجاست و واقعا آگاهیمون، سطح آگاهیمون واقعا تو این زمینه خیلی بالا رفت که بفهمیم واقعا این سطح خشونت تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا میتونیم این مرزی، یک مرزی رو براش تعیین بکنیم. از همه دوستان سپاسگزاری میکنم، از عزیزان و همکارانی که در برگزاری این جلسه با ما همکاری داشتن، منشی جلسه سرکار خانم کوثر ولیزاده، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری، آقای صدران مجیب یزدانی و ادمین ها جناب آقای علی فروتن، آرشا کچویان و جناب آقای داوود لطفی. من ختم جلسه رو در ساعت 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 9 اکتبر سال 2022 اعلام میکنم. سپاس از همه دوستان، خسته نباشید.